KIRN, Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM, HD3. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیستنی، درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 27 ماه جون سال 2020 میلادی برابر با 7 تیر ماه 1399 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرفراز و خرسند که در بامداد نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در رادیو ایران 670 AM همراه با فرشاد بلندیان، کارگردان فنی برنامه، در خدمت شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندانش امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 1 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من homasarshar.com، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام هم آرشیو میشه تا هر موقع که دوست دارید بنشینید و گوش بدهید. در برنامه امروز با امیر طاهری، نازنین بنیادی، دکتر ماندانا زندیان خواهیم بود که او یاد عباس کیارستمی را گرامی خواهد داشت. همچنین بیژن تهرانی و هوشنگ توزی نیز مهمان ساعت بعدی برنامه ما خواهند بود. اینجا یک تذکر هم بدم، این که هفته آینده 4 جولای رادیو تعطیل رسمی است و یکی از برنامه‌های گذشته من باز پخش خواهد شد و برنامه زنده نخواهم داشت. در دو هفته بعد، شنبه دو هفته بعد در خدمتتون خواهیم بود. خب بفرمایید سر میز صبحانه، کلی کار داریم براتون، چایتونم بریزید. خب نگاهی بیاندازیم به اتفاق به خبرهای هفته گذشته، آنچه که سرتیترهایی که بیشتر از بقیه برای ما شنیدنی بود. یکی از خبرهایی که خیلی سرصدا کرد هفته گذشته نرخ دلار در ایران بود که با رکوردی بی سابقه به حدود 20 هزار تومان رسید. برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن نرخ دلار به این رقم هستند و بعضی میگویند 19950 تومان، ولی فرقی نمی‌کنه. در واقع این بیشترین میزان ارزش مبادله‌ای دلار در تاریخ ایران به شمار میره. در پی افزایش قیمت ارز در ایران، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی گفت شوک وارد شده به بازار ارز در این کشور را موقتی و گذرا می‌داند و مسئله مهمی اون رو نخوند و گفت مسئله ریشه و دلیل اقتصادی ندارد. او در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده مسئله زیاد نگران کننده ای نیست. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور، گزارش ها در مورد تایید حکم اعدام 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 را تکذیب کرد. هفته گذشته خبر اینکه 3 تن از جوانان ایرانی، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، حکمشون در دادگاه در دیوان عالی کشور تایید شده، حکم اعدامشون خیلی ایجاد واکنش کرد در رسانه‌های مختلف و همینطور در بین مردم. و این 3 نفر که همگی متولد سالهای اولیه دهه 70 هستند، اسفند ماه پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب روبرو شده بودند، ولی به دنبال اعتراض‌های جهانی و همینطور سازمان عفو بین‌الملل فعلا گفتن این خبر اعدام حکم اعدام تکذیبه و هنوز تصمیم قطعی در مورد این سر جوان گرفته نشده. در آمریکا، خانه نمایندگان آمریکا لایحه ایالت شدن منطقه DC را تصویب کرد. بر اساس گزارش ها این لایحه در نظر دارد تا منطقه DC در واشنگتن را، دیستریکت آف کلمبیا را، به عنوان 51مین ایالت آمریکا به رسمیت بشناسد. منطقه DC با 700 هزار نفر جمعیت به تنهایی جمعیتی بالاتر از ایالت های مثل وایومینگ و ورمونت داره و بودجه آن از دست کم 12 ایالت دیگر آمریکا بیشتره. نشست ها یا رلی های انتخاباتی آقای پرزیدنت ترامپ آغاز شد و ایشون در نخستین رلی به تولسای اوکلاهوما رفتند و در دومین رلی به فنیکس آریزونا و در هر دو سخنانی گفتند که واکنش ها و در واقع پوشش های مختلف گرفت.
ایشون موقعی که در فنیکس آریزونا بودن به دیدار اون بخشی از دیواری که در مرز نزدیک اون محل برپا شده و 200 مایلیش در اون منطقه بود رفتن و پلاک 200 مایلی برپا کردن دیوار رو امضا کردن و در ضمن به بسیاری از مسائلی که اتفاق میفته در این روزهای اخیر به دنبال اعتراضات و شورش ها و در واقع تظاهرات مختلف به اینکه مجسمه های چند تن از مشاهیر آمریکایی رو تظاهر کنندگان به زمین انداختن یا در میادین از برداشتن اعتراض کردن و بلافاصله هم گفتن یک قانونی رو و یا یک بیانیه ای رو امضا خواهند کرد که ضمن اون هر کسی که چنین کاری رو بکنه از این پس به زندان خواهد رفت و اون رو امضا کردند و برای تصویب به کنگره فرستادن. مرز مشترک بین آمریکا و مکزیک که از تیهوانا در غرب شروع میشه و تا ماتامورس در تگزاس در شرق ادامه پیدا میکنه 2000 مایل، دقیق ترش 1950 مایل است که هر سال حدوداً 350 میلیون گذر مرزی قانونی از آن صورت میگیره و بیشترین میزان گذر مرزی در بین مرزهای کنترل شده در سطح جهان رو داره، ولی خب در بین اینها هم مقداری گذر غیر قانونی انجام میشه و وعده آقای ترامپ در موقعی که کارزار انتخاباتی اولیه‌شون رو داشتن این بود که این 2000 مایل مرز مشترک رو دیوار خواهند کشید در جاهایی که امکانش هست و فعلا 200 مایلش ساخته شده که همچنان بین او و مخالفانی که برای ساختن این دیوار مبارزه میکنند و یا سخن میکنند و یا واکنش نشان میدهند درگیری هست، درگیری فکری، درگیری ایدئولوژیک و باید دید که نهایتا این دیوار تا چقدر میتونه کشیده بشه. در کنگره آمریکا دموکرات های سنا طرح لایحه اصلاح پلیس ارائه شده از سوی جمهوری خانی مجلس را متوقف کردند. به گفته دموکرات ها آنچه در لایحه مذکور مطرح شده بود پاسخی ناکافی در مقابل خواست معترضان به سیستم جاری پلیس است که به سوء مدیریت و بی‌عدالتی نژادی متهم شده و در بین اینها گفتگو زیاد شده و آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از تصمیم دموکرات در مورد متوقف کردن لایحه اصلاح پلیس جمهوری خواهان انتقاد کردند، ولی همچنان دموکرات ها و جمهوری خواهان در صدد این هستند که این لایحه را به صورتی انجام بدن و به پایان برسونن و تصویب بکنن که از دو حزب با اون تقریبا موافقت نسبی داشته باشن به که بتونن تصویبش بکنن. دولت آقای پرزیدنت ترامپ در این حال درخواست فسخ بیمه دربانی اوباماکر را به دیوان عالی آمریکا برد. وزارت دادگستری آمریکا این درخواست را تقدیم دیوان عالی آمریکا کرد و پرزیدنت ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواسته که موضوع فسخ کامل این بیمه درباری رو مورد بررسی قرار بده تا در مورد اون تصمیم گیری نهایی بشه. در اروپا رسانه‌های رومانی گزارش دادند که نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری قاضی ایران نشان می‌دهد که مرگ او با خشونت همراه بوده است. هفته گذشته در مورد این خبر شایعات زیادی هم سر زمان بود، اینی که او خودکشی کرده یا او رو پرت کردن از پله و یا آخرین شایعه که خیلی عجیب‌تر از بقیه است که او زنده است و کسی دیگری رو به جای او دارن به خاک میسپارن یا جسدش رو دارن حمل و نقل میکنن و او با این حرکت میره در گوشه از دنیا و ناشناس زندگی خواهد کرد. خیلی قضیه پلیسیست و باید منتظر باشیم ببینیم که چه خبرهایی در این زمینه خواهیم شنید. سازمان بهداشت جهانی هفته گذشته اعلام کرد که برای اولین بار در ماه‌های اخیر آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی برای اروپا در نشست خبری هفتگی خود گفت در 30 کشور اروپایی آمار مبتلایان افزایش یافته و اگر برای جلوگیری از گسترش بیماری اقدامات جدی صورت نگیرد کشورهای بیشتری با این وضعیت مواجه خواهند شد. در ضمن سازمان بهداشت جهانی در این هفته 11 کشور اروپایی رو شاهد شتاب در نرخ انتقال بیماری بودند اعلام کرده و گفته بار دیگر نظام درمانی را به مرز بحران کشاندند. در این حال
از کشورهای لهستان و اسرائیل به خاطر مداخله سریع و هدفمند در مقابله با این بیماری ستایش کرده و گفت سازمان بهداشت جهانی و گفت افزایش استفاده از ماسک و رعایت مقررات فاصله گیری اجتماعی ضرورت دارد. اعلام شد که بیشتر مراسم کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا اینترنتی برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها شهر میلواکی همچنان در ماه آگوست محل برگزاری و مرکز کنوانسیون حزب دموکرات ها خواهد بود و محل سخنرانی جو بایدن برای قبول نامزدی حزب باقی خواهد ماند. اما حزب دموکرات اعلام کرد که بیشتر برنامه‌ها و مراسم کنوانسیون از جمله دیدارهای نمایندگان ایالتی حزب به صورت اینترنتی انجام خواهد شد. هفته گذشته هم به دلیل به دنبال انتشار کتاب جان بولتون او را در شبکه‌های مختلف تلویزیونی دیدیم که با او مصاحبه‌های مختلفی می‌کردند و آقای جان بولتون از کتاب خودش و نوشته‌های خودش در واقع داشت پشتیبانی میکرد و صحت و سقم اون رو هم در موردش بحث میکرد و اعلام هم کرد که هیچ کدوم از نوشته هایی در این کتاب در واقع خبرها و یا اطلاعات سری نبودند و همه اینها هیچ نگرانی نداری که اگر که شکایت بکنن و او به دادگاه بره و این رو ثابت بکنه. 5 نفتکش ایرانی هم ماه گذشته 1.5 میلیون بشکه بنزین و محصولات شیمیایی با برای اکتان افزایی بنزین در پالشگاه‌ها به ونزوئلا بردند و در عوض از ونزوئلا مواد غذایی و مواد مصرفی برای فروشگاه‌های ایرانی به طرف ایران جاری شده است. خب بریم و برگردیم و با اولین مهمان برنامه‌مون آقای امیر طاهری که در پاریس هستند گفتگو کنیم. بازتاب خبر. خب به سراغ آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر با سابقه ایرانی می‌ریم در پاریس. ایشون امروز در پاریس هستند و با محبت دعوت من قبول کردند که در مورد مسائل بین ایران و آمریکا و همینطور ایران و اروپا، اتحادیه اروپا و ایران و سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل با ما صحبت بکنند و اطلاعات که همیشه دارن در این زمینه رو به ما بدن و شما شنوندگان از اون بهره بگیرید، همچنین خود من. آقای امیر طاهری، عصر شما در پاریس بخیر. صبح شما بخیر در کالیفرنیا. خیلی ممنونم. خب آقای طاهری بفرمایید که این تقابل ایران و آمریکا در صحنه‌های مختلف جهانی چگونه هفته گذشته آتشش داغ‌تر شده و بحث‌های فراوانی رو داریم در زمینه نزدیکی ایران با چین، مسائل ایران و روسیه و همینطور اتحادیه اروپا و آخرینش هم شورای امنیت سازمان ملل. گوشمون با شماست. بله، ببینیم پیش‌بینی یا حتی تجزیه تحلیل مسائل مربوط به جمهوری اسلامی کار آسونی نیست، برای اینکه تصمیماتی که گرفته میشه در جمهوری اسلامی هیچ وقت در جایی بحث نمیشه به طور علنی، نه در مجلس شورای اسلامی، نه در هیئت دولت، نه در وسایل اعتبار جمعی، و در واقع به سختی میشه گفت که آیا جمهوری اسلامی دارای دولتی به معنای معمولی دولت هست یا نه، و اگر چنین دولتی وجود داره سیاستی به معنای معمولی خودش داره یا نه. آقای خامنه‌ای که مقام رهبر رو داره، ایشون در مورد مناسباتشون با ایالات متحده میگن که ما جنگ نمی کنیم و در این حال مذاکره هم نمی کنیم. بنابراین دو تا امکان دیگه باقی میمونه. امکان اول این است که آمریکایی‌ها تسلیم ما بشن، یعنی تسلیم جمهوری اسلامی بشن، و امکان دوم اینه که جمهوری اسلامی تسلیم ایالات متحده بشه. امکان سوم که من میتونم بهش اضافه بکنم این است که وضع موجود ادامه پیدا کنه، یعنی جمهوری اسلامی مثل یک کیسه بوکسی است که مرتب این مشتا رو میخوره، گیجم هست ولی کاری هم نمیکنه برای دفاع خودش. یعنی میدونی چون معلوم نیست که برنامه چیه، سیاستش چی هست، و خودش رو اسیر و گرفتار
یک سلسله شعارها کرده که نمیتونه ازشون بیاد بیرون. بنابراین اندازه گیریش بسیار دشواره. بخشی از جمهوری اسلامی به رهبری آقای روحانی با کمک آقای ظریف وزیر خارجه و غیره گاهگاهی سعی میکنن که یک نیمچه سیاستی رو شکل بدن. مثلا چند ماه گذشته، یعنی در اواخر تابستان گذشته، تونستن با اروپایی‌ها از طریق آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه به یه توافقی برسن که جمهوری اسلامی بتونه 60 میلیارد دلار در سال پول جمع بکنه که خرج روزمره‌شو بده و اروپایی‌ها 15 میلیارد از این مبلغ رو تعهد کردن که درست بکنن براشون. 15 میلیارد دلار دیگه هم قرار شد که خود جمهوری اسلامی از داخل با گرون کردن قیمت بنزین و برق و آب و فروش بعض شرکت‌های دولتی به دست بیاره و یه مقداری هم بتونه نفت صادر بکنه. ولی این سیاست هم اجرا نشد به دو دلیل. دلیل اول این است که البته درآمد نفتی که قرار بود 15 میلیارد دلار باشه، الان به گفته آقای جهانگیری معاون آقای روحانی 8 میلیارد دلار، درآمد حاصله از فروش شرکت‌های دولتی در حدود 3 میلیارد دلار و قسمت اروپاییش هم همطور معوق مونده، برای اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست معاهدات بین المللی رو در مورد پولشویی و فرار سرمایه‌ها امضا بکنه و تا این امضا نکنه هیچ دولت اروپایی و یعنی هیچ دولتی در واقع در دنیا، چون می‌دونی فقط دو تا کشور از این معاهدات بیرون موندن، یکی جمهوری اسلامی یکی کره شمالی، هیچ دولت و بانکی حاضر نخواهد بود که بیاد در این جریان شرکت بکنه. بنابراین اون طرحی هم که فرانسوی‌ها درست کردن به عنوان اینستکس برای اینکه یه پولی به جمهوری اسلامی برسه، اونم متوقف شده. آقای طاهری، در این زمان و در این بحرانی که الان وجود داره، نقش روسیه و چین در ارتباط با ایران چگونه است؟ خبر هفته پیش اومد که پیشنویس نهایی برنامه 25 ساله همکاری های ایران و چین تصویب شده. یعنی آیا چین و روسیه دارن از این وضعیت استفاده میکنن با ایران نزدیک بشن، حمایت بکنن جمهوری اسلامی رو؟ نه، ببینین هر دوتاشون علاقه مندن که یک ایران ضعیفی بمونه، ولی انقدر ضعیف نباشه که نتونه همسایه‌هاشو بترسونه. میدونین آقای پوتین از ترسوندن همسایه‌ها، یعنی کشورهای خاورمیانه، کشورهای عرب و اسرائیل از ایران، موفقیت‌های بسیاری به دست آورده و واقعا تونسته روسیه رو دوباره به صحنه خاورمیانه برگردونه. چین هم الان داره سعی میکنه که به افغانستان را پیدا کنه، یعنی افغانستان رو اضافه بکنه به پاکستان و به این ترتیب یه بلوک آسیای غربی درست کنه علیه دشمن بالقوه درازمدتش هند. فراموش نکنیم که هفته گذشته یک جنگ مرزی بین هند و چین هم صورت گرفت، چون چین بخشی از خاک هند رو در لاداخ در اشغال داره. بنابراین وجود یک ایران ضعیف که وابسته است به چین و روسیه برای هر دوتاشون مفیده. از این گذشته اگر تحریم تسلیحاتی ایران برطرف بشه، چین و روسیه میتونن فروش سلاح‌های اسقاط شده خودشون رو دوباره از سر بگیرن. مثلا روسا 3 تا زیردریایی از کار افتاده خودشون رو، کیلو کلاس رو، به جمهوری اسلامی فروختن و با پولش زیردریایی جدیدی برای خودشون درست کردن. چینیا موشک سیلکوارم رو که دیگه از تولید خارج شده بود به ایران انداختن به سلاح یا فروختن و موشک‌های جدید درست کردن. بنابراین اینکه ایران بمونه، یه درآمدی هم داشته باشه، بتونه یه کمی هم همسایه‌هاشو اذیت بکنه، گاهی موشکی چیزی هم بندازه بگه اسرائیل رو میخوام نابود کنم، نم عربستان رو میخوام فلان کنم و اینا، به نفع هر دوتاشون هست. ولی هیچ کدوم نمیخوان که جمهوری اسلامی روش خیلی زیاد بشه و اینو در سوریه دیدیم که آقای پوتین موفق شد جمهوری اسلامی رو تبدیل بکنه به یک ویولن دوم که گاه گاهی بیاد نقش نیروی زمینی رو برای نیروی هوایی روسیه بازی بکنه. و چین هم تا حالا میدونین 22 میلیارد دلار ذخایر، یعنی درآمد نفتی ایران که در چین مونده، حاضر نیست اینو آزاد بکنه و اصرار داره که جمهوری اسلامی بیاد جنس چینی بخره در چارچوب یک قرارداد پایاپای. یعنی واقعا هیچ کدومشون حسن نیت نسبت به جمهوری اسلامی ندارن، ولی فکر میکنن که در حال حاضر بهترین سیاست این است که یک جمهوری اسلامی نیمه ضعیف ولی پاچه‌گیر همچنان در صحنه بمونه.
متوجه هستم. مسئله ماه اکتبر، فرارسیدن ماه اکتبر و تمدید تحریم های برای برجام به کجا خواهد کشید آقای طاهری؟ این تمدید تحریم های تسلیحاتیه که بله. مال سازمان ملل هستش و در شورای امنیت بله. بعد 13 سال پیش وضع شده و قرار در ماه اکتبر به پایان برسه، ولی امروز تیمسار سلامی فرمانده سپاه پاسداران گفت که این تحریم‌ها هیچ گونه اثری در موقعیت دفاعی ما نداره، چه وردارن چه ور ندارن، ما داریم کار خودمون رو میکنیم. یعنی میدونین نامعلوم بودن موضع جمهوری اسلامی رو از اینجا میتونیم ببینیم. آقای ظریف از یه طرف میگه که این تحریم‌ها رو باید بردارین تا ما بتونیم مثل یک کشور معمولی رفتار بکنیم، مطمئن باشیم که میتونیم از خودمون دفاع کنیم، دسترسی به سلاح‌های جدید پیدا کنیم و غیره. از اون طرف فرمانده سپاه میگه که نه، ما اصلا هیچ گونه احتیاجی نداریم. یعنی واقعا خواندن یا خانش روش و سیاست جمهوری اسلامی معلوم نیست، برای اینکه اطلاعات در جمهوری اسلامی خوب گردش نمی‌کنه. حتی مقامات جمهوری اسلامی، مثلا من مطمئنم که آقای روحانی و آقای ظریف و حتی وزیر دفاع آقای روحانی، یعنی در کابینه آقای روحانی، اطلاعات کافی از مسائل نظامی جمهوری اسلامی ندارن، به خصوص مسائل موشکی و غیره. این در چارچوب یه عده خیلی کوچکی است که در بیت رهبری جمع شدن و خود آقای خامنه‌ای و احتمالاً تیمسار باقری که رئیس ستاد هست. آقای طاهری، تنش بین آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد رفتار و یا واکنش نسبت به ایران رو شما چگونه تفسیر میکنید؟ آخه میدین اونا هم در واقع بازی میکنن. به این اروپایی ها من که باشون صحبت میکنن میگن که ما میترسیم ایران خرطوخر بشه، 4-5 میلیون آواره بیاد بیرون، جنگ بشه فلان اینا، و الان واقعا در این اوضاع احوال با آوارگان سوریه و غیره نمیتونیم چیز بگیم. بنابراین بهتر صبر کنیم، یه 3-4 سالی دندون رو جگر بذاریم. آقای خامنه‌ای به هر حال نمیتونه تا ابد زنده بمونه و احتمال این است که در ایران یه دیکتاتوری نرم بیاد سر کار، یعنی یه دیکتاتوری بیاد که به آب و علف دیگرون کاری نداشته باشه، حجاب زنا رو اگه میخواد نگه داره، ریشه آقایون و اینا رو هم نگه داره، مثل خیلی دیکتاتوری‌های دیگه عرب و غیر عربی که هستن در دنیا، و با ما تجارت بکنه. همین الان هم پولاشون تو بانکای ماست، خانوماشون میان برای خرید در پاریس و لندن، آیت الله ها میان در آلمان برای معالجه، بچه هاشون رو آیت الله ها و دیگر جنرال ها میفرستن به آمریکا، نیمی از مقامات برجسته سابق ما در کانادا مستقر شدن. یعنی میشه جمهوری اسلامی رو اوورد توی دور. این نظر اروپایی ها هستش. آمریکایی هم از موقعی که آقای ترامپ اومده یک سیاست متناقضی رو در پیش گرفتن. سیاست آقای اوباما این بود که ایران رو بیاریم توی دور و یواش یواش باش دوست بشیم، مردم ایران هم طرفدار آمریکا هستن، اگه تونستیم اوضاع رو آروم بکنیم خود به خود درست خواهد شد. آقای ترامپ از یه طرف میگه که نه، ما میخوایم با تون مذاکره بکنیم و غیره، ولی از طرف دیگه تحریم‌های شدیدی رو که آقای اوباما و پیشینیانش گذاشته بودن حفظ کرده و تمدید کرده، ولی در این حال به دنبال برافکندن رژیم هم نیست. یعنی میدونین مثل یک کسی است که چون نمیدونه کجا میخواد بره، ماشینشو پارک کرده، موتور ماشینم روشنه ولی ماشین جایی نمیره. آیا اختلاف نظری هست بین آقای ترامپ و کابینه خودش؟ به نظر میرسه که مثلا آقای براین هوک، آقای پنس و همینطور وزیر خارجه آمریکا قوی‌تر و یا شدیدتر به ایران حمله میکنن تا خود آقای ترامپ. نظر شما چیه آقای طاهری؟ به آقای هوک که میدونه خب بالاخره چون آقای ایران حساب میشه در دولت آقای ترامپ، بعد یه چیزایی بگه و یه کارایی بکنه و این خب میگن خب شما چی کار کردین، میدونین؟ متوجه. آقای پنس و آقای پومپئو سابقه طولانی مخالفت با جمهوری اسلامی دارن، یعنی سالها قبل از این که اصلا ترامپ وارد سیاست بشه اینا در صف اول مبارزه جمهوری اسلامی بودن. آقای پنس بیشتر
میدونیم به خاطر فکر من مسائل مذهبی چون جزء نو مسیحیان هستش و یا لاغل پایگاهش این است و آقای پومپئو هم از نظر انتلیکتویلی یا فکری فکر میکنه که جمهوری اسلامی یک تهدیدی است برای تمدن معاصر و بایستی تغییر بکنه. ولی معلوم نیست این در دولت آقای ترامپ معلوم نیست که اینا چقدر نفوذ دارن، برای اینکه انقدر تغییرات در این دولت انجام شده و تا به محض این که مثلا یک شخصی میخواد خودش رو مستقر کنه، مثلا جیمز ماتیس که وزیر دفاع بود، من فکر میکردم که به صورت نمیدونم مرد عاقل و بالغ رژیم آقای ترامپ در خواهد اومد، ولی نپایید. میدونی آقای تیلرسون همینجور، آخرینش آقای بولتون که البته میدونی بولتون هیچ وقت دوست ترامپ نبودش و دنبال بیشتر یک مقام میگشت. یعنی واقعا خیلی سخته، ما با دو بازیگر طرف هستیم، جمهوری اسلامی که شلوغ پلوغه و خوندنش یا خانشش آسون نیست، و دولت کلونی آقای ترامپ که اونم واقعا نمیشه حکم در کلی و دقیقی درباره سیاست‌های کلیش ارائه داد. یک دنیا شما سپاسگزارم آقای امیر طاهری، مثل همیشه لذت بردیم و یاد گرفتیم، آموختیم از شما. خواهش میکنم، خوب و خوش باشید. خواهش میکنم، شما هم همچنین، خداحافظ. روز شما بخیر در پاریس، امیر طاهری. وودلند هیلز مارکت، سوپرمارکت اصیل ایرانی، شایسته شما ایرانیان گرامی. وودلند هیلز مارکت با تازه ترین، متنوع ترین و مرغوب ترین اجناس، قیمت های مناسب و حراج های هفتگی، همه روزه با هدف رضایت شما مقدمتان را گرامی می دارد. آدرس 19964 خیابان ونچورا. وودلند هیلز مارکت، تازگی، کیفیت، رضایت، هر روز تجربه اینو. 818-999-4477. دکتر ناناز پیرنیا هستم. سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در مورد اثرات مخرب مریوانا روی مغز نوجوانان و جوانان صحبت می‌کنم. 310-286-1480. Hi, my name is Cameron Yadidi, attorney at law. For the last 25 years, I've handled over 15,000 personal injury cases and have received over $350 million in verdicts and settlements. If you or your loved ones are involved in an auto, motorcycle, or truck accidents, we are your best choice to get the maximum settlement for your injuries. Call us at 818-999-9999 or visit us at yadidi.com. We will fight for you until the end. That's what we're known for. در این ایام قرنطینه هممون احتیاج به یک بریک داریم. بهادر ایونتس، یکی از بهترین و با کیفیت ترین کیترینگ های جنوب کالیفرنیا، با ابتکاری بسیار جالب، یک بریک حداقل از غذا پختن به شما میده. بهادر ایونتس هر ماه با 4 منیو متفاوت و دلیوری رایگان، غذاهای ایرانی، ویگن، منیو شبات که همه شامل غذاهایی مثل ریبای استیک، ماهی برانزینو، اسکرت استیک، گریلد سالمون، لام چاپس، خورش، پلو، کباب، کوکو و سالادهای متفاوت برای دو نفر و برای 7 روز به منزل یا محل کارتون تحویل میده. قیمت این پکیج ها فقط $200. غذاهای بهادر ایونتس سیگنچر شف بهادر روشونه. پس همین الان از آشپزخونه بیاین بیرون و پکیج این هفتهتون رو اوردر بدین. 818-402-5245. با آرزوی روزهای بهتر و سلامتی شما، بهادر ایونتس. 818-402-5245. چرا باید شبانه روز از اشکالات پا مثل سوزش، خواب رفتگی، سنگینی و بیقراری در عذاب باشید؟ دکتر سام ابراهیمی پیشنهاد می‌کند علائم درد پای خود را جدی بگیرید. هرچی درمان اشکالات عروقی رو عقب بندازین، صدمات پا رفته رفته به دردهای مزمنی تبدیل میشه و این دردا میتونه در پای شخص به صورت دائمی باقی بمونه. حتی اگر با درد هم کنار بیایید، ریسک‌های دیگر پدیدار می‌شوند. با معالجه به موقع مشکلات عروقی پا میشه از عواقب خطرناک اون در آینده مثل خون سختگی، آمبولی‌های قلبی و ریوی که با سلامتی شما ارتباط مستقیم داره جلوگیری کرد. معالجات در چند جلسه کوتاه مدت بدون جراحی خیلی راحت به صورت سرپایی انجام می‌شود و می‌توانید زیبایی را هم به پاهای خود برگردانید و اجازه دهید بیمه هزینه آن را پرداخت کند. بله، 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داده یا از بین ببرد. مطب‌ها در انسینو و گلندل. 818-900-2700 900-2700.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. دوستان عزیز، به اطلاع شما میرسانم که ما در نمایشگاه مرسدس بنز انسینو مجدداً آماده برای پذیرش و همکاری با شما با سرویس برتر، قیمت‌های بسیار مناسب و محیط ایمن در خدمت شما هستیم. با ما با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا mbensino.com mbensino.com تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم. گروه حمایت خانواده به مدیریت دکتر شیرین نوروی برنامه‌های ماهیانه خود را اعلام می‌دارد. آخرین شنبه هر ماه در انسینو همراه با دکتر رؤوفی، اولین شنبه هر ماه در ارواین با موزه روانشناسی همراه با پرسش و پاسخ، موزیک، مهمان ویژه و پذیرایی. با سپاس از دکتر شهریار راد، محصولات الماس، وودلند هیلز مارکت، 818-274-6312 855 نوروی NOORAVI. ورودی رایگان. سعید دهیمی هستم. در شرایط کنونی دنیای موسیقی با برخورداری از بهترین اساتید هنر هر نوع ساز آواز را از طریق آنلاین به شما و فرزندانتان می آموزیم. جلسه اول به طور رایگان می باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن 818-881-82-83 818-881-82-83 عضو مراکز ایرانی. Right now, Doctors Without Borders medical teams are operating in some of the most remote and dangerous corners of the world. When front yards become front lines, at the crossroads of conflict and epidemic, where there are no hospitals, that's where we operate. Your response is critical to our response in places where few others will go. That's where we operate. Learn more at doctorswithoutborders.org. AM Los Angeles. یک نگاه، یک اندیشه. وضعیت اینجا خیلی وحشتناکتر از اون چیزیه که به نظر میرسه. مردم دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا همشون توی خونه هاشون میمونن و دولت هم میگه که توی خونه هاتون بمونید، ولی ما که خونه ای نداریم. تکلیف ما چیه؟ باید چی کار کنیم؟ We're on our way to Dunkirk right now. There are about 6,000 or 7,000 refugees at the camp when it was bulldozed, of which 1,900 were unaccompanied children. 9 months after everyone escaped from the bulldozed camp, they started to resettle back in Calais. And after a lot of pressure and a court case demanding that the refugees get their basic human needs met, the French government finally decided to provide portable toilets, portable showers for very limited amounts of time, and food twice a day. In 2019, there was an estimated 1,500 refugees in Calais and Dunkirk. They only come here if they hope to get to the UK, a small percentage of the more than 100,000 annual asylum applications recently handled by France. تقریباً یک سال اومدیم، نزدیک به 9 الی 10 ماه هم اینجا هستیم. بعد میتونم ازتون بپرسم به چه دلیلی از ایران اومدیم بیرون؟ ما در ایران مشکل سیاسی داشتیم، استقرار و راحه لطفان و امان لطفان اجینا لگینا نفس الامر. و پسراتون چند سالشونه؟ این 8 سالشه، اینم تقریباً 5 سالشه. محمد اوتیزم داره، سر داره، کم خونی هم داره. ما بچه دیدم، هر این سویدنه دیدم بچه، با این ایتالیا مرد، تو خیابان مرد، بیرون کرد مریض، بچه مریض بیرون کرد، اسم عبدالله بود، تو خیابان مرد. واقعا اینجا کم شرط خیلی بده، چون ما از دولت فرانسه هم ممنونیم، همین جایی هم چه بهمون داده، از جنگل بیرون اون آورده، خیلی تشکر. دوستان، صدایی که شنیدید بخش کوتاهی از مستند بی وطن، ستیتلس هست، که هفته گذشته توزیع شد و پخش شد.
از سوی مرکز عفو بین الملل با همکاری نازنین بنیادی، هنرپیشه مشهور ایرانی، بازیگر بریتانیایی ایرانی ساکن آمریکا و کسی که به عنوان یکی از سفرای سازمان عفو بین الملل بریتانیا انتخاب شده، در وبسایت این سازمان اومده که خانم بنیادی از سال 2008 در رابطه با کارزارهای حقوق بشری در جهان، به ویژه حقوق جوانان، زنان و زندانیان سیاسی در ایران با آنها همکاری داشته و به همین جهت سازمان عفو بین المللی معتقده که خانم بنیادی با فعالیت‌های واقعاً پشت کار، با پشت کاری که داشتن و فعالیت‌های متعددی که کردن، کارزارهای حقوق بشری رو به پارلمان‌های آلمان، بریتانیا و کنگره آمریکا هم بردن. نازنین بنیادی برای همه شما چهره آشناست، در سریال‌ها و فیلم‌های زیادی بازی کرد، از جمله سریال چطور با مادر دیدار کردم، هوملند، کانترپارت و هتل بامبی، و قرار است که در سریال جدیدی هم در رینگ، ارباب حلقه ها، لورد اف درینگ هم برای شبکه آمازون بازی کنه. خیلی خوشحالم که نازنین بنیادی مهمان ماست تا در مورد این کار تازه خودش، این مستند که بسیار هم تأثیر گذاره، با ما صحبت بکنه. خانم نازنین بنیادی، صبح شما بخیر. درود بر شما خانم سرشار. خسته نباشین. خیلی ممنون، شما هم همینطور. ممنونم. برای دوستان ما و خود من لطف کنید بفرمایید که چطور شد که به فکر تهیه این مستند در مورد ایرانیان مهاجر در یکی از اردوگاه‌های مهاجران فرانسه آغاز به کار کردید و این فکر رو به صورت عملی در آوردید؟ بله، من خودم چون شخصا زن پیشنهاد شده نرم ایران، برام خطر داره و خیلی واقعا دلم میخواست که با ایرانیایی که سالیان سال باشون در ارتباطم و مدام باشون پای اینترنت تماس میگیرم، اونا با من تماس میگیرن، بتونم از نزدیک باهاشون ملاقات کنم، صحبت کنم، حرفاشون رو بشنوم، ببینم واقعا چه کاری از دستم برمیاد، موقعیتشون واقعا چطوره تو ایران، چون اینا کسایی هستن که تازه از ایران خارج شدن، بعضیاشون 8 قبل، 9 ماه قبل، بعضیاشون 2-3 روز قبل از اینکه من باهاشون ملاقات کردم، و برای همین برام خیلی مهم بود از ذهن خودشون بشنوم، تو چهرهشون نگاه کنم، دور برشون باشم و واقعا اونا به من بگن که چه کاری میتونیم ما بکنیم که ازشون حمایت کنیم. و بعد که این سفر خودم راستش در طول 48 ساعت میدونین هر فیلمی رو که میخواین بسازین باید پرودوس کنین، یعنی که باید یه بودجه‌ای بذارین کنار که بتونین یه کسی که مثلا فیلم برداری میکنه رو استخدام کنین و کارگردان. خوشبختانه دو تا شخص خیلی واقعا انسان دوست در لندن پیدا کردم که کارگردانی کردن، آقای گای دیویدسن و دانیل کلارک که برای یه شرکتی کار میکنن به نام تود، و این دو نفر واقعا با تمام وجودشون گفت، تا من بهشون پیشنهاد کردن گفتن که با کمال میل میان فرانسه و یه تاریخ گذاشتیم رفتیم اونجا و اون یه پول خاصی رو بعد جور میکردم که بتونم به اون دوربینچی و ادیتورها اینا بپردازیم، که چند تا ایرانی واقعا اونا هم انسان دوست و که خب اسمشون نمیارم، من که احساس میکنم که واقعا خجالت میکشن بعضی وقتا که مثلا اینقدر کرینگن و اینقدر واقعا انسان دوستن که واقعا این کارو نکردن برای اینکه مطرح بشن، ولی من میخوام اسمشون رو بیارم برای اینکه واقعا بدون اونا نمیتونستیم تهیه کنیم. حتما. نینا انصاری و نازی معینیان و شرکت یه نان پروفیتی هستش که خیریه‌ای هستش به نام مستر موریس فاندیشن که اصلا ایرانی نیستن و اینا هم کمک کردن و تونستیم یه پولی رو جور کنیم در طول 48 ساعت راستش بخواین خانم سرشار، یعنی اصلا فکر میکنم سابقه داشته باشه از اون روزی که ایده رو داشتم تا اینکه تونستیم این پول رو تهیه کنیم و آقای گای دیویدسن و دانیل کلارک رو کمکشون رو بگیریم و بریم به فرانسه. تمام این مدت، مثلا تمام این فکر کنم در طول یک هفته شد، اون پول 48 ساعت جور شد و رفتیم دانکرک و کلی و من 2 روز اونجا بودم
و یک روزش رو کامل فیلم برداری کردیم و با خیلی ها صحبت کردیم راستش، ولی موضوع اینه که بعضی ها واقعا میترسن تو جلوی دوربین بیافتن، آره نمیتونستن، احساس میکردن که میدونین وقتی اینا قصدشون این بود که برن انگلیس و اون مرز فرانسه و انگلیس بود که ما باشون ملاقات کردیم و اگر احساس میکردن که اگر تو دوربین بیافتن بعد برن انگلیس براشون بعد در میاد از نظر این که بخوان ویزا بگیرن، ولی همینه نیومدن جلوی دوربین. ولی با تعداد خیلی زیادی آدم ها صحبت کردم، ایرانی ها و کسان دیگه، مهاجران دیگه، و خیلی تاثیرگذار بود. وضعیت مهاجران ایرانی رو چگونه دیدی خانم بنیادی؟ میدونین اصلا خودشون هم به هم میگفتن ما لیاقتمون این نیست، هیچ کسی لیاقتش این نیست. ولی ما یه روزی برای خودمون یه کشوری داشتیم که اصلا احتیاج نداشتیم بیان بیرون و پناه به کشور دیگه بیاریم و الان موقعیت اینقدر بد شده که ما مجبوریم فرار کنیم، مجبوریم بعضی وقت خانواده خودمون و بچه هاشون رو بعضی ها مجبور شدن بذارن کنار. و چرا؟ به خاطر ظلم، به خاطر سرکوب، به خاطر موقعیت خیلی خیلی بد. و یعنی اصلا داستانشون رو میشنیدم پا به پاشون میشستم بغض میکردم، در این که راه دیگه ای نیست، یعنی اصلا نمیشه، اینقدر تاثیرگذار بود واقعا. تنها چیزی که مطمئن شدم بعد از اون سفر اینه که باید به راهم ادامه بدم و هممون، هر کسی که داره فعالیت میکنه در راه حقوق بشر، باید راهش رو ادامه بده، برای اینکه اینا رو ما حساب میکنن و هیچ کس دیگر رو ندارن. و فریادش از من خواستن که من فریادشون رو به دنیا برسونم، گفتن ازتون خواهش میکنیم شمایی که ایرانی هستین، خارج نشستین و زندگی خوبی دارین، ما رو فراموش نکنین، ولی که ما واقعا از کشور رونده و از دنیا مونده ایم. و این برای من خیلی مهم بود که این مستند رو جور کنم. مستند کوتاهیه، فقط 6 دقیقه و نیمه، ولی امیدوارم که مردم بهش توجه کنن و حمایت کنن. و یه لینکی هستش مخصوص اگه برن ببینن پای اینترنت استیتلس، و یه دونه لینک هستش که میتونن بیشتر در مورد فیلم یاد بگیرن و ببینن چجوری میشه کمک کرد. این رو بعد از اینکه شما تهیه کردین خانم بنیادی و آمادش کردین به مرکز، یعنی در واقع به مرکز حقوق بشر ایران تقدیمش کردید که اونا اگر که درآمدی یا هدیه مردم بدن برای این فیلم، این مرکز استفاده بکنه از اون. در همین سامانه Center for Iranian Human Rights in Iran هست که میتونن برن این رو ببینن و بعد اگه دلشون بخواد دونیشن یا هدیه بدن از اونجا بدن، درسته؟ بله بله. این لینک در اصل دو قسمت این کمکی که میتونن بکنن، یکی برای Center for Human Rights in Iran که اگر برن رو وبسایتشون یه صفحه‌ای هستش که میتونن این فیلمو ببینن، ولی تولید کن یعنی دیستریبیوتر فیلم، پخش کننده فیلم، یه کمپانی به نام Attention هست، ATTN، و Attention روی توییتر و اینستاگرامشون اینو پخش کردن. اصلا یه کمپانی هست که فیلمای آموزنده رو پخش میکنن و در ضمن هم رو صفحه اینستاگرام خودم هم هستش. ولی این قسمت دوم دونیشن ها میرن برای مؤسسه Care for Calais که اونجا توی فرانسه، توی شمال فرانسه، باعث میشن که مردم میدونین اینا توی در اصلی حالت جنگل زندگی میکنن، احتیاج به تنت دارن، احتیاج به غذا دارن، احتیاج به آب دارن که بتونن نه فقط بخورن بلکه همون کنن، دستاشون رو بشورن، دوا دارن. و مخصوصا وسط این بحران ویروس کرونا خیلی شرایط بدتر شده. برای همین این کمک دو قسمته، یکی اینه که ما باید وظیفه داریم که حقوق بشر داخل ایران اینقدر از مردم حمایت کنیم که مجبور نشن فرار کنن، ولی قسمت دومش اینه که حالا که به هر حال نقض حقوق بشر متاسفانه داره پیش میاد داخل ایران، وقتی که مردم مجبور میشن خونه زندگیشون رو بذارن و فرار کنن، ما باید از اونا حمایت کنیم. و این سازمان Care for Calais داخل شمال فرانسه این کارو میکنه.
عدالی، شما که به عنوان سفیر سازمان عفو بین الملل بریتانیا هم انتخاب شدید، میدونم که جاهای مختلف میرید خانم بنیادی برای صحبت کردن، برای تشکیل جلسات، در تشکیل جلسات نظر دادن. آیا به این فکر افتادید که شاید وضعیت پناهندگان در این اردوگاه ها به این دلیل اینقدر بهشون توجه نمیشه که کشورهای اروپایی مخصوصاً الان در حال حاضر علاقمند نیستند که مهاجر به اون کشورها بیاد؟ من این فقط یه فکر دارم میکنم، فکر میکنم که بالاخره توانایی مالی رو این کشورها دارن که بالاخره یه مشت مهاجر رو توی جنگل ول نکنن، براشون یه چادر بزنن. شاید چنین وضعیت سختی رو پیش میارن که مردم پشیمونشن به اینکه اونجا برند. درست فکر میکنم؟ بله، یه موقعیتی رو 100% به وجود میارن که مردم ببینن و نخوان برن اون کشورا. ولی حقیقتش هم اینه که الان مثلا آلمان رو نگاه میکنیم، بیشتر از 500,000 سوریه‌ای رفته، یعنی امریکا خیلی کمتر مهاجرای خاورمیانه رو میپذیره در حال حاضر تا اروپا. اروپا خیلی تعداد بیشتری رفتن. مثلا این میدونم در طول سال 100,000 نفر سعی میکنن از شمال فرانسه برن به انگلیس، و یعنی این سعی میکنن، موضوع نیستش که موفق بشن، ولی دلشون میخواد که اپلیکیشن بدن که تا اینکه سعی کنن انگلیس برن. و مردم بعضی وقتا میگن که چرا اینا حالا حتما باید برن انگلیس حالا که فرانسن؟ خب موقعیتشون خیلی بده، و بعضی هاشون هم برای که میدونین تو ایران زبون دومشون انگلیسیه، یا اینکه کسی رو انگلیس دارن. یعنی این احساس امنیت بعضی وقتا از زبان میاد، بعضی وقتا با اینکه خب موقعیت کاری شاید بیشتر بشه وقتی زبون رو بلد باشین، و بعضی وقتا هم از آشنایی فامیل، دوست، کسی هستش که مثلا بتونه یک کمکی بکنه بهشون. و خب این تعداد آدم دلشون میخواد برن انگلیس پناه ببرن. ولی درست میگین شما، مشکل دولتیه. این توی مستندم هم نشون میدم، صحبت میکنم دربارش، که دولت فرانسه فقط بعد از اینکه کورت کیس بود، یعنی دادگاه رفتن مردم، که بگن بابا باید این مردمو نمیشه، اصلا غیر عادلانه است که از اینا ما حمایت نکنیم و بهشون حداقل دو بار در روز غذا ندیم نون ندیم. و برای همین از اون زمان که این دادگاه پیش اومد و این صحبت‌ها شد، دولت فرانسه قبول کرد به اون تعداد آدمایی که توی دانکرک هستن یه بار در روز دوش اجازه دارن بگن. مدتش خیلی محدوده، یعنی خیلی کمه، و غذا رو دو بار در روز میان میدن. منتها خب بازم میگم کم غذا، و برای همین سازمانایی مثل Care for Calais هستن که اضافه تر میان، یه چایی میدن، موهاشون رو میزنن براشون، یه بعضی وقتا مثلا کفش میدن، چادر میدن. اینا مثل NGO های فرانسه هستن، درسته؟ Non-organizational. بله، non-profit. این Care for Calais رئیسش انگلیسیه، اونی که به وجود آورده این سازمانو، خانم کلر موزلی، که واقعا با هزار بدبختی این سازمان رو نگه داشته چند سال الان. و میدونید والنتیر بیسته، یعنی ما همه، من رفتم اونجا تو اون دو روز، خودم هم والنتیر کردم، کمک کردم. و قسمتی از این کمک اینه که میرین تو مردم، بعضی وقتا فقط حرف میزنین. ایرانی ها تو کلی، داخل کلی، یه گروه مثلا فکر کنین 30-40 تا مرد بودن و تنها اومده بودن، بچه هاشون و زناشون و خانواده هاشون مجبور شدن در برن که فقط کشته نشن، از جمهوری نکشتشون، اعدام نشن، جرمی هم نکردن. این فقط موضوع سیاسی بود یا عقیدتی بود، و واقعا یعنی اصلا خیلی تاثیرگذار بود. وقتی حرفاشون رو گوش دادم، نمیخواستن بیان جلوی دوربین، ولی هی میگفتن نازنین ازت خواهش میکنیم، ما رو فراموش نکنین شماها که خارج نشستین، و حداقل صدامون رو ضبط کنیم. من صداشون رو سوا ضبط کردم، قسمتی از مستند نیست، ولی سوا توی یوتیوب پخش کردم، فقط مردم بشنون که چی گفتن. این مستند به اسم Stateless، بی وطن هست، و کار فوق‌العاده است از نازنین بنیادی و همکارانش. یک دنیا از شما تشکر میکنم واقعا از اینکه این همه با این پشتکار به این مسئله انسانی شما میپردازید در همه جنبه هاش، و مراقب نقض حقوق بشر
برای ایرانی ها در سراسر جهان هستید و همینطور برای انسان‌های دیگر. و الان هم که قضیه مهاجران توجهتون رو جلب کرده، امیدوارم موفق باشید. از دوستان شنوندمون خواهش میکنم که به این سامانه Center for Iranian Human Rights و سامانه دیگر گفتید چی؟ Care for Kale. Kale CALAIS هست. Care for Kale. یک کدام از این دو سامانه ها برید و به هموطنان ایرانیتون در یکی از اردوگاه های مهاجران در فرانسه کمک بکنید و همینجور در سطح جهانی به خود مرکز حقوق بشر ایرانیان. با اجازتون خانم بنیادی، صدای 4-5 دقیقه دیگه از این مستند رو پخش میکنیم و از دوستان دعوت میکنم حتما برید ببینید، چون که صدا تا خود تصویر خیلی فرق میکنه. فیلم خیلی زیبا و تاثیرگذاری رو درست کردن، انسان رو به اندیشه وامی داره و فکر و غمگین میکنه، ولی خب لازمه که اینا گفته بشه. ممنونم که صدایی بی صداها هستید و موفق باشید در همه کارهایی که میکنید، و اگر که هر موقع این میکروفون بتونه صدای شما رو هم و صدای هموطنان رو به گروه دیگری که دارن این برنامه رو گوش میکنن برسونن، حتما خواهش میکنم که فکر کنید جای خودتونه، منزل خودتونه و نزد ما بیاید. واقعا ازتون ممنونم خانم سرشاکه، همیشه نمونه و الگو بودیم برای هممون، واقعا مرسی. ممنونم نازنین بنیادی، در برنامه ها و پروژه های آینده که دارید موفق و پیروز باشید. خیلی ممنون، مرسی، روزتون بخیر. خدافظ. I met incredible people from numerous countries, including Iran, all in search of dignity and freedom, many too afraid to appear on camera. I couldn't help but wonder what my life would have been like if my parents and I were denied asylum. My parents fled political persecution in Iran shortly after the 1979 Islamic Revolution and were granted asylum in the UK, where my uncle lived when I was just 20 days old. Sadly, my story is all too common, as people across the world are uprooted from their lives and separated from their loved ones every day because of persecution and war. Just I need somewhere to my son to be care him, something, just because when me and my husband die, what happened for my son? I don't know. زندگی کنین. اصلا ما نه تروریستی نه کار بد کردیم این کشورانا، بخاطری من نه، بس بخاطری بچه مریضا یا دولت ما قبول کنیم برین اونجا زندگی کنیم. Human rights advocates continue to work hard to end the abuses and conflicts at the root of the global refugee crisis. But in the meantime, we cannot turn our backs on people who are caught between a homeland where their lives are at risk and an international community that rejects them. میخوای چی بشی وقتی بزرگ شدی؟ دکتر شلا؟ که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. در دعاوی حقوقی وکیلی انتخاب کنید که در سایه دانش و تواناییش برای موفقیت پرونده شما تلاش کند، نه در تبلیغات بیشمار. دکتر رادنی مصریانی با سالها تجربه در دعاوی حقوقی، حامی شما در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلافات کارمند و کارفرماست. 818 80 80 88 mesrianila.com
شنونده عزیز، آیا از این بهتر می شود که هر ماه 10 تا 12 پوند وزن کمتر شده و اندام زیباتر شود؟ خیر. آیا از این بهتر می شود که بدون ورزش و خوردن دارو یا برای افرادی که ویجیتریان بوده یا مواد کوشر مصرف می کنند، این مواد غذایی فراهم است، قند خون تایپ 2، فشار خون و کلسترول خون پایین آمده یا به کلی از بین برود؟ دیگه از این بهتر نمی شه. آیا از این بهتر می شود روزانه انرژی بیشتری داشته و از خستگی، بی‌حوصلگی، بی‌خوابی و بالاخره از ابتلا به سرطان جلوگیری شود؟ مسلماً خیر. بالاخره آیا از این بهتر می شود که خوش اندام شدن، زیباتر شدن و طول عمر بیشتر احتمالاً مورد حسادت دوستان واقع شود؟ شاید، نمیدونم. پس همکنون با دکتر وزیری با 30 سال تجربه در دفاتر ولی و گلندل از طریق تلفن 818-704-1188 به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی یا از طریق تلکوچینگ و drvaziri.com تماس بگیرید. اگر ساکن اورنج کاونتی، ریورساید، سان دیگو و لاس وگاس هستید و برای گرفتن مزایای سوشال سکیوریتی و سیتیزنشیپ مشکل دارید، با خانم اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-1122 949-552-1122. سی بی اس آدو بادی شاپ با مدیریت دیوید ابراهیم پور اسپانسر گزارش های ال ای اف سی. سی بی اس آدو بادی شاپ مورد اطمینان شما با سرویس 24 ساعته 7 روز هفته با تیمی حرفه‌ای بهترین خدمات را به شما ارائه می‌دهند. CBS Auto Body Shop با بالاترین امتیاز در یلپ و محبوب میان کمپانی‌های بیمه به ویژه فارمرز اینشورنس. تلفن در وقت اداری 818-765-5300 و بعد از ساعت 7 818-523-2600. روزهای پر امید به زودی باز می‌گردند و بیزینس‌ها پذیرایی از مشتریان خود می‌شوند. رادیو ایران مؤثرترین وسیله برای رساندن پیغام صاحبان مشاغل به ایرانیان جنوب کالیفرنیا است. پیغام شما چه اعلام بازگشایی محل کارتان باشد، چه آشنایی مردم با بیزینس شما، به مهارت کادر بازرگانی رادیو ایران اعتماد کنید. آگهی در رادیو ایران همیشه جواب می‌دهد. 323-851-5476 323-851-5476. مصرف کنندگان محصولات الماس این چنین میگویند: من محصولات الماس استفاده میکنم، مخصوصا سبزی قرمه سبزیشو وقتی که میپزم همه همسایه ها میپرسن که این بوی چیه را انداختی توی خونه. I like the mortadella beefies, very delicious. این از دیر من که در بالای 5-6 با کالبسه شما میخرم، احساس قربت ما را به این بردید. محصولات الماس را از فروشگاه های ایرانی، مدیترانه و آنلاین almasfood.com تهیه کنید. با خرید $50 به بالا ارسال رایگان به تمام آمریکا. Usted puede aprender a hablar español con los CDs de Nosrat. تعجب نکنید. بله، زانیار کمانگر هستم. شما هم با پشتکار، البته با گوش دادن به سی دی های نصرت، میتونید اسپانیش یاد بگیرید. 310-207-0771. اشخاص 65 سال به بالا اگر مورد کلاهبرداری یا سوء استفاده در هر گونه امور مالی، اهم از املاک، وام و سرمایه گذاری قرار گرفته اید، وکلای دفاتر حقوقی نژاد پور همکاران با صلابت قانون مدافع شما هستند. 310-954-9595. با من جیکوب هوبان در سفری به سوی تندرستی، نیکزیستی و کمال در برنامه شفا هر دوشنبه ساعت 9 شب همراه باشید. هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه. به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامم بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند. راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ های پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید. مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب‌ها در انسینو و گلندل. 818-900-2700 900-2700. وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. بشنو از نی. هر یک شنبه از ساعت 8 تا 9 صبح با من محمود افهمی با برنامه بشنو از نی همراه باشید. بررسی ریشیابی ضرب المثل های ایرانی، روایات، حکایات و همینطور تاریخ ایران.
از این سوی زمین تا آن سوی زمان، گذری بر گستره جهان با دریچه. برنامه ای از بنفشه سوده، هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر. KIRN 670 AM. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه سیاست و جامعه را هر یک شنبه از ساعت 4 تا 6 پس از نیمروز به شما پیشکش خواهم کرد. هر یک شنبه از ساعت 4 تا 6 پس از نیمروز. KIRN Simi Valley Los Angeles 95.5 FM HD3. صبحانه با هما سرشار. یاران، به بخش دوم برنامه امروز شنبه 27 ماه جون سال 2020 میلادی برابر با 7 تیر ماه 1399 خورشیدی خوش آمدید. بلافاصله بریم سراغ دوست و همکار عزیزمون خانم دکتر ماندانا زندیان. با دکتر ماندانا زندیان. عنوان تعهد تو جامعه که زندگی میکنه و اون خیال میکنه که بیشترین تعهد رو برای این داره که زشتی‌ها و تلخی‌های زندگی رو یک جوری بازتابش رو و گسترده تر بکنه و اینا رو منتقل بکنه به تماشاچی، در حالی که خودش هم نمیتونه این رو فکر بکنه که یک جایی خودش در واقع تماشاچی آثار دیگرانه و تماشاچی این نحوه برخورد دیگرانه. یعنی اگر ما همش فکر کنیم که منفی‌ها رو ببینیم، ما فرصتی برای قیاس پیدا نمی‌کنیم. و به خصوص من فکر کنم میدیوم و هنر نوع رسالت دیگه ای داره. یا لاغر من در مورد فیلم گفتم چیزی که رسانش نوره و شما از طریق نور میبینین چجوری ممکنه سیاه باشه، چون سینما در واقع با نور ساخته شده. یا از بالا سرتون نگاه کنین، لوله هایی که از داره میتابه رو اون پرده سفید، اما همه چیز اون طریق داره میرسه. هنر به نظر من یک رسالتی بیش از این داره که ما فقط به زشتی هاش اشاره بکنیم. البته این معناش این نیست که ما زشتی ها رو نشون نمیدیم، یعنی که زشتی ها متاسفانه انقدر قوی هستند که خودشون از ورای اون زیبایی ها به هر حال علامه وجود میکنن و تأثیر گذارن و ما نمیتونیم با اون زشتی ها کاری بکنیم. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم که یکمی لاغت ظاهر قضیه رو یه جوری نشون بدیم که فکر کنیم این حق بشر نیست که انقدر در شرایط بدی نفس بکشه و انقدر زشتی رو تحمل بکنه. اینو چجوری میتونیم بگیم جز اینکه اینو در تقابل با زیبایی قرارش بدیم، که زیبایی در واقع زیبایی ولو هر چقدر سطحی زیبایی است که ما می آفرینیم و زشتی ریشه کهنه ای در یک تاریخ داره، در تاریخ بشر داره و این نمیتونه به رقابت اون بره، اما لااقل میتونه که مقداری تعبیر کننده باشه. صدای عباس کیارستمی را در مصاحبه با ایرج گرگین در سال 1998 میلادی در لس آنجلس شنیدیم. عباس کیارستمی زاده 1 تیر سال 1319 خورشیدی 22 ژوئن 1940 میلادی است. برنامه این هفته صدای شعر امروز به 80 سالگی این شاعر سینمای ایران تقدیم می شود. از حصار ممنوعه عقل که گذشتم، چه ناهموار، چه دشوار، چه دلپذیر. در محاکمه شبانگاهی شعر به دادم رسید. وقتی در جیبم هیچ ندارم، شعر دارم. وقتی در یخچالم هیچ ندارم، شعر دارم. وقتی در قلبم هیچ ندارم، هیچ
ندارم. جوانه زد، شکفت، پژمرد، فرو ریخت. حتی یک کس آن را ندید. همیشه ناتمام میماند حرف‌های من با خودم. از شکاف در هم سوز میآید، هم نور ماه. یک قطره نور فرو میافتد از شکاف آسمان خاکستری بر اولین شکوفه بهاری. عباس کیارستمی، شاعر، فیلمنامه نویس، کارگردان سینما، عکاس و طراح گرافیک، نور را و زندگی را از پشت یک عینک تیره کشف می کرد، می دید، می فهمید، قدر می گذاشت و خوبتر و مهربانتر از بیشتر شاعرها، عکاسها و فیلمسازها به ما نیز نشان می داد. کیارستمی شاعر بود و شعر همه ی آن چیزی بود که فصلهای گوناگون کارنامه حرفه‌ایش را به هم پیوند می زد. هنر کیارستمی از همان نخستین فیلم کوتاهش نان و کوچه تعریف دیدن و نشان دادن درونی ترین لایه‌های روان انسان، هستی در معنای فراگیر و به بیان دیگر تعریف شعر است. سینمای کیارستمی شعری است که به جای واژه با نور و تصویر سروده شده است. از عباس کیارستمی سه مجموعه شعر با عناوین همراه با باد، گرگی در کمین و هزاران تک درخت منتشر شده است. کیارستمی همچنین مجموعه هایی از گزیده اشعار چند شاعر دیگر را با عناوین حافظ به روایت عباس کیارستمی، سعدی از دست خیشتن فریاد، آتش در باد جزئی از کلیات شمس، آب نیمایوشیج به روایت عباس کیارستمی و شب گزیده اشعار شاعران کلاسیک و معاصر ایران با موضوع شب و نیز 40 فیلم سینمایی، فیلم کوتاه و مستند در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. بیت انتخابی او از مولوی در آغاز کتاب جزئی از کلیات شمس ثبت نگاه هنرمند به غایت خلاق و پیشرویی است که او بود. طبع چیزی نو به نو خواهد همی، چیز نو نو راه رو خواهد همی. اون چه مسلمه این راه‌ها یک حافظه تاریخی به همراه خودشون دارن، از یک جستجوی انسانی که هرگز به ثبت نرسیده، از تکاپوهای بسیار برای گذراندن زندگی، میتونه عاطفی باشه یا در جستجوی لقمه نان، که این همه خطوط در هم و بر هم روی پوسته زمین طراحی شده یا طراحی کردن. بی دلیل نیست که سوژه راه همیشه مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده. در ادبیات و شعر کهن فارسی نمونه‌های بسیاری هست و در شعر امروز، در هایکوهای ژاپنی. برای سهراب، شاعر معاصر، جاده یعنی غربت، باد، آواز، مسافر و کمی میل به خواب. یا نور ماه تابیده بر کوره راهی که قصد عبور ندارم. و یا کوره راهی می پیمایم به سختی بی مقصد. یا در هر گذر چندین ره گذر، به آرامی با شتاب از سوی به سوی. مردد ایستادم بر سر دوراهی،
تنها راهی که میشناسم راه بازگشت است. در این جاده یا راه کسی با من نمی آید یا نخواهد آمد. شامگاه پاییزی، می دانستم سرانجام روزی از این راه خواهم گذشت. نمی دانستم اما تا دیروز که آن روز امروز خواهد بود. در کوره راه کوهستانی، پیرمرد روستایی در راه، آوای جوانی از دور، جاپای آبری در برف، از پی کاری رفته بر می گردد از همین راه. از هیچ آبری رد پایی نیست در زمین یخ زده. محسن آزرم، روزنامه‌نگار، مترجم و منتقد سینما، درباره کیارستمی نوشته است: شاید به خاطر علاقه غریبش به تماشای طلوع آفتاب بود که آفتاب نزده از خانه بیرون می‌زد و دوربین به دست دنبال گوشه‌ای می‌گشت که آفتاب و آسمان و ابرها و هر چه را دور و برش بود دوباره ببیند. و این دوباره دیدن انگار همان چیزی بود که همه عمر به آن وفادار ماند و هیچ وقت فکر نکرد جاده ها و درخت ها و درها و پنجره ها را قبل این هم دیده، و بیشتر به این فکر می کرد که حالا اگر دوباره این چیزها را ببیند چه چیز تازه‌ای در آنها کشف می کند و همیشه چیز تازه‌ای بود که سر ذوق بیاوردش. و نتیجه این دیدن دوباره عکس‌هایش از درخت‌ها بود در روزهای آفتابی و برفی و تماشای خیابان و خانه‌ها و سواری‌ها از پشت شیشه باران زده سواریش. و تازه این فقط کار عکاسی‌اش بود روزهایی که فیلم نمی‌ساخت یا نمی‌شد بسازد و مثل خیلی از ما در خانه نمی نشست و سقف را نگاه نمی کرد و فکر نمی کرد آسمان به زمین آمده و چاره ای نداریم جز بغل کردن زانوی غم. و حرفش این بود که نباید نشست و باید همیشه کار کرد و همیشه ایده داشت و همیشه چیزی آفرید و کار خودش در همه این سالها همین بود. یعنی عشق میگه شبیه یک گیاهه، یک بخش درونی داره که پیدا نیست، ولی وقتی که از سطح خاک بیرون میزنه ما تازه میبینیمش. پس نمیتونیم بگیم عشق از لحظه‌ای به وجود میاد که ما میبینیمش. پس ریشه قضیه کجاست؟ ریشه غیر قابل دیدنه، اما غیر قابل انکار هم هست. عشق در لحظاتی توی آدم‌ها اتفاق میفته، ولی به یک جایی میرسه که به بیان در میاد، و بیان یکی از اشکال بسیار رایج و درست اظهار عشقه. ولی من یادم میاد که رمانی از اشتفن سوایگ شنیده بودم که میگفت مردم یک شهری جمله دوست دارم رو فراموش کردن. بعد اتفاقی در اون شهر افتاد که چیزی به جهنم تبدیل شد. پس ما اگر بگیم خب اینا وسیله‌های بیانی دیگه ای هم داشتن، ولی فقط نتونستن این که این جمله رو به زبان بیارن گاهی ایجاد اشکال می‌کنه. گفت از دست من کاری بر نمی آید. کاش گفته بود از دلم. زنی بیدار، دل کنده از نوازش، در کنار مردی خفته. صبح که خانه را ترک می کنم جوانم و شب پیر به خانه باز می گردم با اندوهی هزار ساله. چهار دیواری خانه ام آرام و صبور پذیرای پیر مردی است که سحرگاهان جوان برمی خیزد. با من بگو مگو مکن ای دوست، با من بگو، با من بشنو، با من بمان. خواب می بینم مرا چون کودکی چند ماهه عزیز می داری. از تنهاییم سهم بیشتری می خواهم از تو.
سیب از درخت فرو افتاد و من به جاذبه تو اندیشیدم. تازه چه خبر؟ میریم به سراغ آقای بیژن تهرانی، نویسنده، تهیه کننده، فیلمنامه نویس و کارگردان ایرانی که از سالهای 1145 در تلویزیون ایران به کارگردانی و تهیه کنندگی مشغول بودند و در این مدت حدود 200 فیلم کوتاه مستند، قصه‌ای و تجربی ساختند. ایشون بعداً با آمریکا آمدند و در مدتی هم در کالج فیلم و سینمای لس‌آنجلس تدریس می‌کردند، اما در چند سال گذشته بیشتر تلاش آقای بیژن تهرانی روی راه‌اندازی نهاد و وبسایت سینمای بدون مرز گذاشته شده که اخیراً یعنی در زمان کرونا دست به اقدام تازه‌ای هم زدن و علت دعوت ایشون برای این ساعت برنامه اینه که با ما از این جشنواره مهاجران صحبت بکنن. آقای بیژن تهرانی، صبح شما بخیر. صبح شما و شنوندگان عزیز برنامه شما بخیر. بله، من البته همطور که گفتید این اواخر البته این وسوسه ساختن فیلم هم سراغ آمده، غیرتن اینها و شروع کردم به یک کارهایی تو این زمینه، زمین همه کارهای دیگه که میکنم. اما در مورد این جشنواره که اسمش هست First Responders in I Immigrant, First Responders and Essential Workers in the Corona War، در واقع یک جشنواره اینترنتیه که قصدش نشون دادن فداکاری‌ها، فعالیت‌های مهاجرین و پناهندگان در این دوران سخت که امریکا باهاش روبروئه، چه به شکل افرادی که تو زمینه پزشکی کار میکنن، چه کسانی که در زمینه‌های دیگه، از کسانی که حتی نامه رسانی میکنن تا توی فروشگاه‌ها کار میکنن، جاهایی که زندگی خودشون رو با نحوه کاری که میکنن در این دورانی که گرفتار این ویروس حیرت انگیز و خطرناک هستیم، زندگیشون رو به خطر میندازن به خاطر اینکه اونهای دیگه بتونن آسوده زندگی بکنن. و ما از همه میخواییم، لزومی نداره کسی فیلم ساز باشه، خیلی راحت میتونن با یه دوربین تلفن خودشون از یک فردی که به این شکل میشناسن فیلم کوتاهی درست کنن بین 1 دقیقه تا 40 دقیقه و این رو میتونه طول فیلم باشه و این رو برای ما بفرستن. جشنواره تا 15 ماه دسامبر حتی فیلم تازه میپذیره و بعد مراسم اهدای جایزه در یک سینما برگزار میشه، جوایز نقدی پرداخت میشه به سه فیلم اولی که توسط هیئت داوران انتخاب میشن و راه پیدا کردن اطلاعات بیشتر راجع به این جشنواره بسیار ساده است، از طریق i-immigrant.com i-immigrant.com اگر به این سایت دارن مستقیما وصلشون میکنه به جایی که همه اطلاعات مربوط به این جشنواره هست. مهم این جشنواره به خاطر اینکه همواره در زمانی که بحران‌های اقتصادی و بحران‌های نظیری به وجود میاد یک مقدار نگاه تلخی به مهاجرین پیدا میشه و این یکی از راه‌هایی که ما نشون بدیم که چرا مهاجرین همیشه این تأثیر بزرگ در امریکا داشتن و چرا در زمان حاضر نقششون پررنگ‌تر از همیشه است. و واقعا درود بر شما که در این لحظات این فکر رو دارید بزرگتر میکنید و به مردم در واقع نشون میدید، به مردم آمریکا، که مهاجران هم در طول این سالهایی که در این کشور زندگی میکنن اثرهای مثبت زیادی گذاشتند و باید به اونها هم توجه بشه. پس در واقع شما از کسانی که میخواید براتون فیلم بسازن اینه که فیلمی از یک مهاجر رو بسازن، درسته؟ دقیقا، فیلمی از یک مهاجری که به نحوی درگیره با این قضیه، چه مطمئنن
به اطرافمون نگاه بکنیم، از راننده آمبولانس گرفته همونجور که گفتم تا نگهبانی که توی بیمارستان کار میکنه، تا دکتری که در اونجا کار میکنه، تا کسی که توی یکی از این گروسری استورا کارش اینه که بیاد قفسه ها رو بچینه، همه اینا کسایی هستند که به نحوی اومدن که یک جایی قرار گرفتن که در تماس با دیگران همیشه زندگیشون بیشتر در خطره تا اونهای دیگه. و هر کسی میتونه این فیلم رو بسازه، هر کسی که یک دونه تلفنی داره که این تلفن میتونه ویدیو بگیره، فیلم بگیره، میتونه این کار رو بکنه و این فیلم رو بسازه. هموطنان ما، هموطنانی که در امریکا زندگی میکنن، باید بدونن که نقش خودشون در این میتونه نقشی که میتونن بازی کنن نقش بسیار مهمیه. لزومی نداره شخصیتی که بهش میپردازن حتما ایرانی باشه، ولی اون چیزی که مهمه اینه که این حرکت میتونه کمک حداقل کوچکی به تغییر این نگاهی که داره به وجود میاد بکنه. آقای بیژن تهرانی، میشه که لطف کنید بگید اگر بخوان با شما تماس بگیرن، پرسشی داشته باشن که چگونه کار رو انجام بدن، چگونه میتونن با شما تماس بگیرن؟ از طریق همون سامانه میتونن به شما ایمیل بفرستن؟ بله، در روی اون سامانه ایمیل من هست و حتی اگر کسی در این زمین تلفنی داشته باشه، تلفن من هست 818-613-4227 که میتونن با این تلفن هم تماس بگیرن و من با کمال افتخار هر اطلاعی که لازم باشه خدمتشون خواهم داد. خیلی ممنونم، موفق باشین در این کاری که دارید میکنید. من تا شما رو دارم آقای تهرانی، دوست دارم یکی دو سوال دیگه در زمینه واقعا تأثیر کرونا و قرنطینه در تولید و توزیع فیلم در هالیوود از شما بپرسم، چون میدونم دستی در این کار هم دارید و همیشه اطلاعات آخر رو در این زمینه ها دارید. واقعا صدمه زده به صنعت فیلم سازی یا به خود هالیوود کلا؟ بله مسلماً، برای اینکه تعدادی فیلم درست شده بود که الان دارن تشخیص میدن بعضی از این فیلم ها لازمه که تغییراتی درش انجام بشه، به این نتیجه رسیدن که یه مقدار کارا رو تعطیل بکنن، برای اینکه الان خود سینما هم که باز بشن، باز این فاصله گذاری اجتماعی باعث میشه سینما تعداد کمی تماشاگر رو بتونن بپذیرن و همین باعث شده حتی اسکار عقب بیفته و بیفته به ماه آوریل و همه این فرآورده ماه مالی بسیار شدیدیه که وارد شده. جشنواره‌ها تعطیل شدن یا بعضیشون به شکل اینترنتی برگزار شدن، مجموعه های تلویزیونی تولیدشون متوقف شده، همه اینها صدمه هایی که در این به وجود اومده. البته یک نکته ای که فقط میشه گفت نکته مثبتی در میان همه این تلخی ها اینه که فیلمسازان سینمای بین المللی تونستن از طریق رسانه های اینترنتی مثل نتفلیکس و آمازون شانس تازه ای پیدا بکنن، چون نمید در گذشته وقتی یک فیلم ایرانی یا یک فیلم ایتالیایی یا فرانسوی یا هر جای دنیا به امریکا میمد یا به کشور دیگری میرفت، در سینماهای دور افتاده و گمنام و کوچکی به نمایش در میمد و تعداد روزهای نمایشش هم کم بود. الان همون فیلم ها میرن روی یک سامانه مثل نتفلیکس و میلیون ها نفر مخاطب پیدا میکنن. یه نمونهش فیلم کم نظیر و زیبای Everybody Knows همه میدانند آقای اصغر فرهادیه که بر روی نتفلیکسه و همین باعث شده تعداد تماشاگری که این فیلمو دیدن به میزانی باشه که هرگز تصورش حتی نمیرفت به شکل عادی و سنتی نمایش در سینما به اینجا بشه رسید. علاوه بر این که شرکت هایی مثل نتفلیکس که حالا یه جایی هم مورد یه مقدار انتقاد قرار دارن به خاطر دخالتشون در کار سینما، سرمایه گذاری های گسترده ای در زمینه سینمای بین المللی در کشورهای مختلف کردن و به فیلم سازان کمک های زیادی کردن برای ساختن کارهاشون. ولی خب این بازگشایی ها داره کم کم شروع میشه. در ایران سینماها شروع کردن کار، هرچند در ایران هم یک سامانه های اینترنتی شروع کرده بودن به نشون دادن فیلم ها از طریق اینترنت،
و در لس آنجلس هم من میدونم که از اینطور که گفته شده از 15 جولای سینما افتتاح میشن، به شرطی که این موج تازه حمله کرونا البته اجازه بده در این مورد. ولی خب همه ما تقریبا تو این مدت یاد گرفتیم یا عادتمون شده که به این فیلم همطور که شما اشاره کردید به این سامانه‌هایی که فیلم رو نشون میدن مراجعه بکنیم و فیلم‌های اینترنتی رو ببینیم. در فرصت خیلی کمی، کمتر از 2 دقیقه که داریم، میخوام چون شما اهل سینما و فیلم هستید و بهتر از ما میدونید، چند تا فیلم‌هایی که در این دوران قرنطینه شما دیدید و توصیه میکنید که ما ببینیم رو به ما بگید که در مدت باقی مانده بتونیم حداقل اون فیلم‌ها رو ببینیم و خوشحال بشیم و ممنون بشیم از شما. خواهش میکنم. یک مکان خیلی سریع بگم. همه دوستان میتونن با گرفتن یک کارت کتابخونه از طریق اینترنت و ایمیل عضو کانوپی بشن. KANOPY کانوپی. این سایتی که عضویت درش مجانیه، 30,000 تا فیلم بی‌نظیر از سینمای جهان داره بدون هیچ آگهی. فقط کافیه استاد دانشگاه، شاگرد یکی از دانشگاه ها و یا اینکه عضو یک کتابخونه اصلی باشید. روی همین سامانه من چون سینما ایتالیا رو خیلی دوست دارم، فیلم هایی که این اخیرا دوباره ورود کردم، دوز دو چرخه بود، 8.5 فلینی بود، فیلم حادثه یا لونتورای آنتونیونی بود و خیلی فیلم های جالب دیگه. مثلا دوستانی که همیشه فیلم های قدیمی ایتالیایی رو دوست داشتن مثل ازدواج به سبک ایتالیایی، مریج ایتالیان استایل که سوفیا لورن و مارچلو ماساریانی توش بازی میکنن و خیلی فیلم های دیگه. اصلا یک همین کانوپی یک دنیای بزرگه که میشه کشفش کرد و فیلم های بی نظیر روش دید، حتی فیلم های ایرانی و فیلم های ایرانی هم داره. بله فیلم های ایرانی هم داره. کانوپی KANOPY و کافیه که برن رو اینترنت سرچ کنن بگن که ما یک ای کارت میخواییم، اینترنت کارت میخواییم از فرزن کتابخونه مرکزی لس آنجلس، لس آنجلس پابلیک لایبرری. ایمیلشون براشون، کارتشون بلافاصله میاد و بلافاصله میتونن عضو بشن. چقدر عالی، سپاسگزارم از شما. اینو هیچ اطلاع نداشتم در موردش و میدونم بسیار از شنوندگانمونم به همچنین. ممنونم از همه زحماتی که میکشید. موفق باشید برای برگزاری و ادامه جشنواره مهاجران و همه کارهای ارزشمندی که شما انجام میدید آقای بیژن تهرانی. قربون شما، خیلی ممنون. روز خوبی داشته باشید. خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز، قبل از هر گونه سرمایه گذاری و برای ایجاد حساب‌های پردرآمد کوتاه و بلند مدت با تضمین مالی و امتیازات مالیاتی، با من تونی باروتی، مشاور امور مالی، مالیاتی و سرمایه گذاری، با تلفن 424-465-9000 تماس بگیرید. با من نازنین باروتی، استیت پلانر و تکس اترنی، برای ایجاد تراست، پروبیت، اسید پروتکشن و اووردن پول از ایران به آمریکا تماس بگیرید. 424-465-9003. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. در دعاوی حقوقی وکیلی انتخاب کنید که در سایه دانش و تواناییش برای موفقیت پرونده شما تلاش کند، نه در تبلیغات بیشمار. دکتر رادنی مصریانی با سالها تجربه در دعاوی حقوقی، حامی شما در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلافات کارمند و کارفرماست. 818-80-80-88 مصریانیلا.com. یک خبر خوش از دفاتر آقای دکتر وزیری برای کسانی که اضافه وزن دارند، به خصوص افرادی که ویجیتریان بوده و یا کوشر مصرف می کنند. 818-704-1188 818-704-1188. آیا از برنامه‌های مختلف وام و تغییرات بهره در این روزهای بحرانی کرونا آگاهی دارید؟ آیا می‌دانید اگر شما در فکر خرید خانه هستید، شما می‌توانید همچنان از پایین‌ترین بهره‌های بانکی امروز استفاده کنید؟ قابل توجه کسانی که می‌خواهند با مدارک مالیاتی بهره وام خود را به بهره پایین‌تر تغییر دهند. ما با داشتن تیمی حرفه‌ای و کارشناسان بازار بهره می‌توانیم اپرووال وام شما را گرفته و بهره وام شما را در عرض 3 ماه در پایین‌ترین بهره ممکن قفل کنیم. و بالاخره در صورت
رکود یا دیپرشن اقتصادی، قیمت‌های خانه می‌توانند افت یا تحت شرایطی سقوط کنند. بنابراین مشاوره با کارشناسان و تحلیلگران مطلع و متعهد بخش مستغلات BEC Investments حتما به نفع شماست. با من شری بیبیان در BEC Investments با داشتن بیش از 30 سال تجربه برای خرید، فروش و هر گونه وام مسکونی و تجاری تماس بگیرید. 818-822-20 سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. خوشحالم که نمایشگاه مرسدس بنز انسینو آماده برای پذیرش و همکاری در محیط ایمن با شما عزیزان است. با ما با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا MBNCINO تماس بگیرید. آیا ازدواج شما قانونی است؟ آیا از حقوق خود در قبال اموال مشترک در زمان جدایی آگاهی دارید؟ اگر ازدواج شما قانونی نباشد، ممکن است در دادگاه خانواده هیچ حقی نداشته باشید. دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران 310-954-9595. ریزش مو میتواند نه تنها در ظاهر افراد، بلکه در اعتماد به نفس و روابط اجتماعی آنان اثرگذار باشد. دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو میباشد که تاکنون هزاران نفر از سراسر جهان با روشهای طبیعی و ابتکاری دکتر مشکین موهای از دست رفته خود را بازیافتند. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 30 سال تجربه، خوشحالم به اطلاع برسانم که امروز میتوانیم هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش با آخرین روشهای FUE و FUT پیوند دهیم. و افرادی را که به اندازه کافی مو در پشت سر نداشته باشند، میتوانیم از موهای بدن و ریش استفاده کنیم. لطفاً برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل و مطب‌های دکتر مشکین به وبسایت meshkinmedical.com مراجعه فرمایید. 949-219-2027. If you're losing your hair, call Dr. Meshkin at 949-219-0027 or go to meshkinmedical.com. سلام دوستان، من رامین یونسی، بنیانگذار و مدیر دفاتر وکالت یونسی لا هستم. به اطلاع صاحبان مشاغل در کالیفرنیا میرسانم که با توجه به شرایط و تأثیرات ویروس کرونا، این امکان وجود دارد که بتوان زیانها، مخارج و درآمد از دست رفته شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کرد. به دلیل وجود صدها شرکت بیمه، متن بیمه‌ها با یکدیگر متفاوتند. من رامین یونسی و وکلای همکارم بیمه نامه شما را با دقت کامل بررسی کرده و حقوقتان را دریافت می‌کنیم. هزینه ما فقط بعد از برنده شدن پرداخت می‌شود. رامین یونسی در یونسی لا با 25 سال سابقه با 80 وکیل و دادیار در خدمت شما. تلفن 323-777-7777 323-777-7777. In 50 feet, turn left. Why are you driving so slowly? After a few drinks, I'm taking it slow. Well, you're not fooling the cop behind you. What? Get ready to pay in 0.1 miles. Getting pulled over for buzz driving could cost you around $10,000 in fines, legal fees, and increased insurance rates. Nothing kills a buzz like getting pulled over for buzz driving, because buzz driving is drunk driving. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council. 670 AM Los Angeles. یک کتاب، یک نویسنده. مهمان این ساعت برنامه ما هوشنگ توزیع، کارگردان، هنرپیشه، هنرمند، نویسنده، سناریست. دیگه چی بگم، همه این ویژگی هایی که یک هنرمند واقعی داره هست. به بهانه کتابی که اخیراً هفته گذشته در لس آنجلس از زیر چاپ در آمد، به قول معروف از تنور در آمد، داغ داغ، کتاب شاعر نقره‌ای که هم اغلب شما شنوندگان مطمئنم در طول سال گذشته شاهد اجراهای مختلف هوشنگ توزیع روی صحنه بودید، چه در لس آنجلس و چه در شهرهای دیگر. شاعر نقره‌ای سرگذشته، داستان زندگی فریدون فرخزاد، و به همین مناسبت از هوشنگ توزیع دعوت کردیم مهمان این ساعت برنامه ما باشه، در مورد این کتاب با او صحبت بکنیم. در استودیو هم خانم دکتر ماندانا زندیان به همراه من هستند. خانم دکتر زندیان در جمع‌آوری، گردآوری و کمک به چاپ این کتاب با هوشنگ توزیع بسیار زحمت کشیدند و از ایشون میخوام اول باشون یه گفتگو کوتاه چند دقیقه‌ای بکنیم قبل از اینکه بریم سراغ آقای توزیع، در مورد اینکه چگونه شد
که این فکر چاپ این کتاب به صورت غیر متعارف، یعنی فقط نمایشنامه توش نیست، حالا خانم دکتر ماندن زندیان هم توضیح میدن، به وجود اومد و بعد با هوشنگ توضیح در مورد خود کتاب صحبت میکنیم. خانم دکتر زندیان بفرمایید چطور شد که تصمیم گرفتید که این فکر رو، یعنی جمع‌آوری مطالب دیگر غیر از خود نمایشنامه رو هم بیفزایید به خود کتاب؟ خب روزتون بخیر. میدونم من قبلش هم برنامه داشتم، ولی سلام میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و آقای نویسنده نقره‌ای در آن سوی خط. جواب سادش اینه که من اصولا چون خیلی آدم غیر متعارفیم، زیاد کار متعارف بلد نیستم بکنم، ولی توضیحش اینه که این فکر واقعا در همین اتاق و در محضر شما و نویسنده نقره‌ای اتفاق افتاد. یعنی چندی پیش که ما یک مصاحبه مشترک باز به همین شکل داشتیم، زمانی بود که هنوز نمایش داشت اجرا می شد در شهرهای مختلف و چند نقد نوشته شده بود، چند نقد خیلی خوب توسط نویسندگان حرفه‌ای. من این نقدها رو جمع‌آوری می‌کردم به دلیل علاقه بسیاری که به نمایش داشتم. خودم هم یک مطلب کوتاهی در این باره نوشته بودم و در اون مصاحبه‌ای که ما داشتیم در رادیو زنده انجام می‌شد مثل امروز، من خیلی تلویحی گفتم که من خیلی خوشحال می‌شم بتونم مجموعه از این نقدها رو جمع کنم و ما این رو به شکل یک مجموعه اصلا منتشر کنیم، که این اتفاق هم افتاد. یعنی من ادامه دادم به جمع‌آوری این نقدها و بعد با شما یک مشورتی کردم در یک برنامه‌ای که با هم بودیم و در واقع پیشنهاد شما بود که خب متن نمایش رو هم میشه به نقدها اضافه کرد که یک مجموعه کامل بشه. و بعد که میدونید کار وقتی داره شکل میگیره خودش رو باز تعریف میکنه. درسته. همزمان که آقای توزیع البته اول باشون صحبت کردم و پذیرفتن که ما این کار رو با هم بکنیم، بعد فکر کردیم که خب یک مصاحبه هم با خودشون بشه، نگاهشون درباره تئاتر به طور کلی و درباره این نمایش ویژه ثبت بشه و یک مصاحبه دیگه هم صورت گرفت و دعوت کردیم از بعضی از منتقدین که برای این کار همراه ما بشن و کار به این شکل درآمد. من فقط یه جمله اضافه میکنم. من برای این که به هر حال به عنوان کسی که ویراستار این کتاب بود، تدوینگر این کتاب بود، بتونم یه کار شایسته هوشنگ توزیع ارائه بدم، چند تا کتاب نمایش نامه خوندم در همین دوره و همونطور که شما گفتید متوجه شدم که این کتاب‌ها واقعا فقط نمایش نامه رو به طور مستقل چاپ کردن، که به نظر من کار بسیار مهمیه، چون وقتی یک گروه نمایشی دیگه بخوان اجرا کنن چقدر خوبه که متن اصلی رو داشته باشن. و فکر میکنم، یعنی تا اونجا که من تا این لحظه‌ای که اینجا نشستم کتاب‌های نمایشنامه فارسی رو خوندم، کتابی به این از نظر انواع موضوعهایی که در بر میگیره به این کاملی که کتاب آقای توزیع هست من ندیدم. یعنی کتابی که متن نمایش رو، مصاحبه با نویسنده رو و 12 نقد در انتهای کتاب کار شده باشه و یک مصاحبه اضافه هم از یکی از بینندگان حرفه‌ای نمایش خانم دکتر هورایاوری در انتهای کتاب هست. فکر کردیم ما مصاحبه اول و آخر کتاب با مصاحبه بستش یک تقارنی به وجود بیاد و من از این بابت خیلی خوشحالم و خیلی هم شاد باش میگم خدمت نویسنده نقره‌ای. من هم شاد باش میگم با آقای هوشنگ توزیع که رو خط هستن. صاف شما بخیر آقای توزیع. صبح شما بخیر خانم سرشار عزیز، خانم دکتر زندیان عزیز. چقدر برنامه‌تون دارم گوش میکنم و واقعا خیلی لذت میبرم. شما باید هر هفته با من مصاحبه داشته باشید که من این برنامه شما رو بشینم از ساعت 8 صبح گوش بکنم. خب میتونم 8 صبح براتون آلارم بذارم، بهتون زنگ بزنم بگم هوشنگ جان گوش بده برنامه. خانم سرشار باور بکنید من شاید زودتر از ساعت 8 هم پا میشم، ولی یک ساعت طول میکشه انسان بشم تا دوباره به این زندگی عادت بکنم. بلند میشم با تعجب به این دور و برم نگاه میکنم، میگم من کیم، من چه دوباره بیدار شدم، اینجا کجاست. به هر حال خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. ما بیشتر بهتون خیلی شاد باش میگم. کتاب به دستم رسیده و واقعا لذت بردم از مجموعه کار، از نوشته، یعنی نمایش رو صحنه ببینی تا اینکه سناریو رو بخونی خودت، نمایش نامه رو بخونی خودت، جدا از اون متن زیبا، واژگان زیبایی که به کار بردید و گفتگوهای بسیار تأثیرگذاری که روی در متن خود نمایشنامه هست، جدا تمام نقدهایی که نوشتن، واقعا کار شما رو بسیار ستودند و باید بدون اغراق بگیم یکی از بهترین کارهایی که در سالهای قربت روی صحنه رفته و بابت اون هم بهتون تبریک میگم آقای توزیع.
ممنونم از شما، واقعا سپاسگزارم. در درجه اول باید از خود شما که چه لطفی داشتیم و که اصلا باعث شد من این نمایش رو تنبلی نکنم و بنویسم و روی صحنه ببرم، و بعد خانم زندیان که لطف کردن، در واقع تقریبا تمام کارهای این کتابو کردن، چون همونطور که میدیم من چند نمایشم نوشتم، این اولین کتابی که معجزه آسا در اومده. به هر حال از شماها سپاسگزارم، و بعدم نقدها رو که من خوندم باور کنیم مثل که بعد از که کتاب در اومد مثل که خوندمشون، چون قبلش میدونستم این دوستان اینو نوشتن، شاید نگاهی کردم، ولی از اونجایی که بعد در من تأثیر نذاره در روند اجراها که تغییری ایجاد نکنم، مثل که نخونده بودم شما. این باید تایی کتاب خونه واقعا بعضی از این نقد از خود نمایش بهترن. بنابراین من اصلا منو به عشق در میابردن. خواهش میکنم. ما عادتمونه که هر وقت با شما صحبت میکنیم یه کاری براتون میتراشیم آقای توزی، درسته؟ بفرمایید. این نمایشنامه شاعر نقره‌ای رو خواهش میکنم ضبطش کنید و بعد برای اجرا، الان که با این اوضاع کرونا که معلوم نیست کی بتونید دو مرتبه ادامه بدید روی صحنه، این رو در اختیار شبکه‌های تلویزیونی ایرانی یا اینترنت یا یوتیوب یا هرچی که خودتون فکر میکنید ارزش اینو داره که بذارید، برای اینکه مردم تشنه اینن که این نمایش رو ببینن، و واقعا این مسئولیت هم رو دوش شماست که این کار رو بکنید. من و خانم زندیانم که میدونید که هر وقت شما یه اشاره بکنید ما با سر میدویم که کمکتون بکنیم. این کار رو انجام بدید و این رو بذارید بمونه برای تاریخ هنر معاصر ایران روی اینترنت، و مردم بتونن، تعداد زیادی از مردم بتونن ببینن. قبل از شما داشتیم با آقای بیژن تهرانی صحبت میکردیم، داشت صحبت همین میکرد که به مناسبت کرونا مردم الان هجوم بردن به طرف اینترنت و سامانه هایی که فیلم نشون میدن. شما باید این کار رو بکنید، خواهش میکنم. چشم نقطه. این کلمه جادویی چشم. بله باشه، به قول نمایش نامتون باشه. حتما این کار میکنیم. همونطور که نمیدونم میدونی، حتما میدونی که ما اولین شب اجرا رو در شلیبر ویدیو کردیم با 3-4 دوربین. خیلی هم خوب از آب در اومده یه جورایی، اما هنوز خود نمایش از نظر من حداقل اون ریتم لازمه رو پیدا نکرده، و من منتظر بودم که این یک بار دیگه موقعیت پیش بیاد که اینو ضبط کنم روی صحنه. ولی الان که شما گفتی متوجه شدم اصلا لزومی نداره روی صحنه با تماشاگر ضبط بشه، این میتونه ضبط بشه. بله. ما اجرای اولام داریم، شاید بعضی از صداهای رو از اونو بتونیم برای به وجود آوردن اتمسفر درست تا صداهای تماشاگر رو بهش اضافه بکنم. چه حتما این کاری میکنم. چقدر عالی، ممنونم. خب کار تازه چی در دست دارین آقای توزی؟ کار تازه عرض کنم خدمتون که من در نهایت این که از این دوره بسیار بسیار سخت و غم‌انگیز زجر میکشم، اما این دوره به من یک امکانی هم داد که برگردم به خودم نگاه کنم، اصلا من کیم، چی میخوام بگم، آیا چیزی که آدم میخواد در لحظه باید فکر کنه ببینیم مثلا 5 سال بگذاری بازم همینا رو میخواد یا داره راه اشتباهی میره. من از 1979 که اومدم آمریکا یا نیویورک، اومدم مثلا سینما بخونم، فیلم بسازم، عاشق این کار بودم که هرگز نشد. بعدم که کار تئاتر هم کار اصلیم بود، حالا در این موقعیت متوجه شدم که من میتونم به قول آقای تهرانی به کار تحصیل بپردازم، حالا که امکان دیده شدن هست. ولی خب اون یک تکری دارم که خیلی علاقه دارم بهش، که میخوام به صورت خیلی گوریلا فیلم به قول معروف با خیلی ساده اون فیلم بسازم، اما در خانه اصلی هم که همون تئاتر یه فکر مدت ها دارم، کاری روی شاهنامه، البته نه شاهنامه خانی، بر اساس چند تا قصه شاهنامه است، اما در امروز اتفاق میفته و روی این مدت ها دارم کار میکنم با چند تن از دوستان بسیار عزیزی که به من کمک میکنن، در واقع من دارم پوش میکنن که این کار بکنم. چقدر عالی. بله عرض کنم خدمتون که امیدوارم این کار رو، دلم میخواست که اجرا بکنم رو صحنه، ولی اگر نشه همونطور که شما پیشنهاد کردیم برای شاعر نقره‌ای، این رو به ضبطش بکنم
و بذارمش برای دیدن مردم. حتما اجرای روی صحنه میسر ممکنه مثلا تا پایان سال بشه، یه رعایت هایی هم از نظر فواصل نشستن روی صندلی اینا، ولی مهم نیست. اجرای تئاتر روی صحنه با تماشاچی، با نفس دم تماشاچی، برای هنرمند خیلی موثره به نظر منم. موقعی که شرایط اینجنینی پیش بیاد، حالا با تعداد کمتری جمعیت در یه سالن بزرگتر، باز اون حس این که داره برنامه زنده اجرا میشه برای شما به وجود خواهد اومد و ما همچنان منتظر و مشتاقیم که کار جدید رو به محض اینکه باز شدن تئاترها و سینماها از شما ببینیم. برگردیم به خود کتاب شاعر نقره‌ای. میخواستم از خانم دکتر مزندیان بپرسم که چه نقد هایی در این کتاب نوشته، چه کسانی این نقد رو نوشتن، اگه ممکنه لطف کنید بگید. خواهش میکنم. حتما. ما نخست متن خود شماست که در بازگشایی از همون ابتدا اولین اجرا و بعد هم چند تا از اجراهای دیگه خونده میشد در ابتدای نمایش. من این توضیح بدم که ترتیب نقد ها یا تحلیل هایی که طوری که تو کتاب چیده شده بر اساس زمان نوشته شدنشونه، در اون بار اولی که نوشته شده، و ما در پانویس هر نقدی نوشتیم که بعد از اجرای چندم این نقد نوشته شده و در چه تاریخی، به این دلیل که متن نمایش یک متن سیاله، یعنی ممکنه اجرای دوم با اجرای اول یک تغییر کوچکی داشته و اثر گذاشته روی تحلیلی که نوشته شده. لیست اجراها هم گذاشتی در لیست اجراها هم گذاشته شده. آقای لئو بیخ، آقای دکتر سیروس مشکی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، یک متن خردی از خود من و خانم دکتر فرزانه میلانی، آقای احمد رضا بهارلو، خانم سپیده جودیری، آقای ناصر شاهینپر و آقای جمشید چالنگی عزیز. و یک مصاحبه هم هست با خانم هورا یاوری که اجرای نیویورک نمایش رو دیده بودن، و از اونجایی که خانم دکتر یاوری همیشه در واقع نقد روانکاوی می نویسن روی متن، بر اساس خود اجرا و متن رو هم البته در اختیارشون گذاشتیم و من یک مصاحبه باشون کردم که اون مصاحبه هم هست. چقدر عالی. من همه اینا رو خوندم. متنم از خود خانم سرشار هست. نه؟ بله گفتم به ابتدا. بله. اونم و یک به نظر من یک صفحه خیلی با ارزشی هم که داریم، تصویریست از یک نامه از فریدون فرخزاد، یعنی دست نوشته خود فرخزاد که برای آقای فرهندوس فرستاده بودن و محبت کردن در اختیار در واقع آقای توزی قرار دادن، و اون رو هم به عنوان یک نمونه در انتهای کتاب جزو مجموعه عکس هایی که وجود داره کار کرد. صفحه بندی و رو جلد کتاب و اینها هم بسیار زیباست که کار کوروش بیگپور عزیزه، با سرعت نور، واقعا با سرعت نور. یعنی خانم سرشار، این کتاب از ابتدایی که فکر شکل گرفت، البته میدونم آقای توزی برای چی میخندن چون من خیلی اذیتشون کردم، ولی در عرض کمتر از 3 ماه از زیر چاپ آمد بیرون، یعنی از وقتی که وجود نداشت یک ایده بود، واقعا آقای بیکپور با سرعت نور این کتاب رو صفحه بندی کردن و این طرح زیبا رو صفحه بندی هم خیلی صفحه بندی قشنگی خیلی شده. بسیار بسیار. دستش درد نکنه، کوروش همیشه محبت میکنه همراهه، و خیلی هم ممنون از آقای توزی برای اینکه منو تحمل کردن. شما میتونید جایزه صلح نوبل بگیرید آقای توزی. نه به خدا، نه من شب و روز شرمنده محبت های شما ها هستم، واقعا دارم میگم. خب ما قرار شد سکوت کردن. نه خب سکوت نکن، ولی قرار شد ما به شما یه پیشنهاد بکنیم. حالا من 2 تا پیشنهاد، این پیشنهاد دوم هم بهتون میکنم. آقای هوشنگ توزی، بقیه نمایشاتون هم چاپ کنید. بله دیگه، من واقعا این نمیدونم الان اونجا که نشستید بعدن میخواد برید خونه چقدر به ما بد و بیراه میگی تو دلتون، ولی خب دیگه نگران نباشید چون من قبلا این خواهش رو ازشون کردم، یه ذره دعوا کردیم. ولی خانم سرشار، من یکی از آرزوهای دیرینم این بوده که من 15 نمایش نمیشم، شاید 17 تا نمایش نمیشم که چند تام رو صحنه اصلا نیومد، شاید متنش هم نداشته باشم، ولی یکی از آرزوهای دیرینم این بوده که من این نمایش ها چاپ بشن و هرگز این اتفاق نیفتاد، و این اولین باری که به لطف دوستان عزیزی مثل خانم زندیان، خود شما، کوروش عزیز، این اتفاق افتاده و فکر میکنم به قول معروف سر کیسه باز شده. آها. و این معلوم شد که میشه پس این کار کرد. دقیقا همین الان که گرم کار هستید و کار به را افتاده و چرخا داره میچرخه، اون بقیه هم به زیر چاپ ببرید. حتما با کمال میل. آقای توزی، یادتون باشه 2 تا قول دادید روی میکروفون رادیو و به این ترتیب همه شما رو شنیدند، و در نتیجه فکر میکنم یک مسئولیت بزرگ الان بر دوش شما گذاشته میشه. مطمئن باشیم بهش
حتما بهش عمل خواهم کرد. ممنونیم ازتون، خسته نباشین و سپاس از این همه هنری که واقعا در طی این سالها در خارج از کشور و در آمریکا و در اروپا و در سراسر جهان عرضه کردین به علاقمندان هنر و ما رو با اون بخشی از وجودمون که در واقع همیشه پنهانه در خارج از کشور نزدیکتر کردید، چون به ایران و ایرانی توجه میکنید و به همه ی فرهنگ و ادبیات ایران هم توجه زیاد دارید. آقای هوشنگ توزی، خیلی از شما ممنونم. ما از شما سپاسگزاریم، روز خوبی داشته باشین. ماندن جون شما صحبتی دارید؟ من فقط یک جمله میخوام بگم، واقعا آقای هوشنگ توزی یا من میگم نویسنده نقره مثالی رو میخوام بگم، چقدر مهمه کارهایی که بیرون از مرز ایران انجام میشه، بیرون از جغرافیای ایران، به شکل مکتوب ثبت بشه، چون ما که تا ابد زندگی نخواهیم کرد و آیندگانی میان و اونها هستن که اگر بخوان تحقیق کنن روی اینکه مثلا در این 40 سالی که الان ما داریم راجبش حرف میزنیم چه کارهایی انجام شده، اگر این کارها به شکل مکتوب نباشه، به قول بیهقی میگه اون چیزی که مکتوب نشه حتما از بین میره، هر چقدر هم شفاهی صحبت بشه راجبش. و چقدر مهمه این اتفاق، نه به خاطر اینکه من توش هیچ نقشی داشتم و فکر میکنم آقای توزی شما هم شاید با من موافق باشید که مهمه شما 40 سال کار نمایش رو مکتوب کنید. باشه. چشم نقطه. چشم. باشه. باشه. روزتون بخیر. هوشنگ توزی عزیز. خب در پایان برنامه به ترانه تازه‌ای که شادی امینی چند روز پیش برای من فرستاده و خونده به نام مشتری گوش بدید، بعد در اون موردم توضیح میدم بهتون. ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای در زمین مراغ من، ای نیمه شب مرا سهر، ای در خطر مرا سپر، ای ابر شکربار من. خوش می روی در جان من، خوش می روی در جان من، خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من، خوش می روی در جان من، خوش می روی در جان من، خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من. هم ماهی و هم مشتری، همی سری هم آن سری، هم گنج و استظهار من، چون یوسف پیغمبری، آیی که خواهم مشتری، تا تشی اندر زنی در مصر و در بازار من، هم موسیه بر تور من، عیسای هر رنجور من، جان من، خوش می روی در جان من، خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من، خوش می روی در جان من، خوش می روی در جان من، خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من. بله، ترانه مشتری رو شنیدید
از شادی امینی، شعر از مولانا، تنظیم از هامون تهرانی. ویدیوی بسیار زیبای همراه این ترانه هست که به دوستان توصیه میکنم که روی یوتیوب اون رو ببینند. ویدیو کار خود شادی امینی است و کمپانی آونگ هم توزیع کننده این ترانه هست. سپاسگزاری میکنم از شادی امینی که به من این ترانه رو رسوند، تازه تازه که این هفته در اومده. خب دیگه زمان خداحافظی مونده. سپاسگزاری میکنم از فرشاد بلندیان، کارگردان فنی برنامه، و همراهی مهمانان گرامیمون، امیر طاهری، نازنین بنیادی، دکتر ماندانا زندیان که یادی کرد از عباس کیارستمی، بیژن تهرانی و هوشنگ توزی. از همه اونها سپاسگزارم. از شما شنوندگان وفادار که همه شنبه ها با ما هستید تشکر میکنم. با ما بمانید، با ما باشید. همگی رو با آخر هفته پر از مهر و عشق میسپارم. روز و روزگار بر همه شما خوش باد. برنامه امشب بازپخشش از 12 نیم شب تا 2 بامداد. فرشاد به من گفت، اول برنامه گفتم 1 بامداد، پوزش میخوام، تصحیح میکنم، 12 نیم شب تا 2 بامداد امشب. امید این است که هرگز به یک کریمینال اترنی احتیاج نداشته باشید، ولی اگر احتیاج به کمک، فقط یک تلفن به بابک، بابک تقوی، با تجربه 15 سال به عنوان دادستان ارشد در دادگاه‌های جنایی ایالت کالیفرنیا، 714-340-4040 bobaklaw.com. بابک تقوی، متخصص پرونده های دومستیک وایلنس، DUI، دراگ افنسز، امبزلمنت، فراد، ریپ، مردر. هر وقت روز یا شب اگر دچار دردسر شدید، یک تلفن به بابک، 714-340-4040 bobaklaw.com. Don't let a criminal charge ruin your life. این شماره رو برای روز مبادا سیف کنید که اگر احتیاجی به کمک، یک تلفن به بابک. بابک تقوی، Criminal Defense Attorney at Law، 714-340-4040 bobaklaw.com. شنوندگان گرامی، مراکز کسب و کار در جنوب کالیفرنیا به تدریج در حال بازگشایی هستند. حمایت شما از آگهی دهندگان رادیو ایران به قدرت و شکوفایی جامعه ایرانی کمک خواهد کرد. با سپاس از دفاتر حقوقی کامران یدیدی، وکیل تصادفات، دیوید کنعانی، مشاور امور مالی از کنعانی ادوایزری گروپ، دفاتر حقوقی مایکل پیمانکید، وکیل امور جنایی و دعاوی مدنی، فریبا مدبر، متخصص وام‌های تجاری از کمپانی فوربیکس فاینانشال، دفاتر حقوقی دکتر مهران منش، وکیل تراست و انحصار وراثت، و دکتر زهره میزراهی، وکیل امور مهاجرت، پیام کهنباش، متخصص وام‌های مسکونی از گرین باکس لندینگ، دفتر حقوقی ری حسندو، وکیل تصادفات، اشرف حبیبی، سوشال سرویس، دفتر حقوقی و حسابداری ظاهر فلاحی، دکتر فرناز زنده‌دل، روانشناس بالینی، دفاتر حقوقی کوسیان، وکیل بیمه دادگاه با تخصص دریافت خسارت در آسیب‌های ساختمانی، و دفاتر حقوقی طلایی، وکیل انحصار وراثت. کلامی کوتاه از فرهنگی بزرگ، برنامه از کنکاش فرهنگ ایران، هر یک شنبه 11 بامداد در KIRN 670 AM و 95.5 FM HD3. همین پنجشنبه ساعت 9 بامداد به مصاحبه هارولد کیارستمی، وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا، در رابطه با دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه و مسائل ناشی از آن توجه فرمایید. 818-986-9331. همین چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر، دکتر رامتین مسعودی درباره عوارض دیابت و سلامت پا با شما سخن خواهند گفت. 310-855-7171. این ماه قراره $1,000 درآمد شما بیشتر بشه. تعجب نکنید، شدنیه. با ما تماس بگیرید. وقتی که $1,000 کمتر این ماه بابت مینیمم پیمنت های کردیت کارت ها پرداخت کنید، با ما تماس بگیرید. شدنیه. چون ما راه کم کردن بدهی های کردیت کارت ها رو خیلی خوب بلد. 818-2000. تیم تخصصی زنید با مدیریت مانی حاتمی راه حل‌های عملی کم کردن بدهی‌ها رو در اختیار شما قرار میدن تا درآمد خودتون رو بی دلیل صرف پرداخت بهره‌های سنگین بانک‌ها نکنید. با ما تماس بگیرید. مانی حاتمی، 818-2000. 818-2-0.
کردیت برتر بدهی کمتر با قانون 818 میلیون. آقای کنعانی، میگن مالیات زیاد از حد مثل سم مار میمونه، درسته؟ از اونم بدتر، مالیات زیاد از حد مثل یک آتش سوزی میتونه حسابای بازنشستگی، آیرا و یا 401k شما رو از بین ببره. ما با روش‌های قانونی مالیات رو به پایین‌ترین سطح می‌رسونیم تا بیشتر از سرمایه‌تون به خودتون، همسر و عزیزانتون برسه. مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227. اگر شما قربانی دامستیک ویلنس هستید و مورد ضرب و شتم قرار گرفتید، شما بی پناه نیستید. دفاتر حقوقی نژادپور همکاران با سالها تجربه در این زمینه و با صلابت قانون از شما حمایت میکنند. 310-954-9595. Ever forgotten a password or misplaced your cell phone or keys? That's what every day feels like for a person living with Alzheimer's. Alzheimer's Greater Los Angeles provides free services to families and caregivers in Greater LA and the Inland Empire. Remember, you're not alone. Go online for help, to donate, or to get involved.